دوستان و هموطنان گرامی سلام. به نمایندگی از بورد گردانندگی دریچه‌های کنکاش شما عزیزا را صمیمانه خوش آمدید می گویم. بحث امروزی ما پیرامون یک موضوع بسیار مهم، یعنی سیاست امریکا در قبال افغانستان می باشد. این سیاست پیچیده و دارای فراز و نشیب بوده است، طوری که همه ما می دانیم که ایالات متحده امریکا پس از جنگ دوم جهانی به یک سوپر قدرت جهانی تبدیل شد و به طور فعال وارد سیاست جهانی گردید. مهمترین عامل شکل دهنده به سیاست خارجی امریکا نسبت به افغانستان عامل جیوپولیتیک این کشور عقب مانده بوده است. افغانستان تحت زعامت امان الله خان بعد از کسب استقلال سیاسی در سال 1919 تلاش نمود تا روابط نزدیک با کشورهای پیشرفته غربی به شمول امریکا برقرار نماید، ولی امریکا به نامه های حکومت امانی پاسخ مثبت نداد. شاه محمود خان صدر اعظم افغانستان امریکا را بعد از جنگ دوم جهانی ناجی دنیا خطاب کرد، ولی امریکا سیاست بی‌طرفی افغانستان را مطلوب نمی دانست و از شعار یا با ما یا بر ضد ما که بوش آن را در مسائل مربوط به افغانستان در آغاز حمله به افغانستان با صراحت بیان نمود پیروی می کرد. در زمان صدارت داوود خان امریکا در مسئله پشتونستان در کنار پاکستان هم پیمان استراتژیک خود استاد. امریکا سفیر غیر مقیم خود را در سال 1935 منصوب کرد و سپس کمک های ناچیز به افغانستان نمود. تا سال 1933 مقامات امریکا افغانستان را کشور توسعه نیافته و سرزمین خوش و بیاصل می دانستند. کورنیولیوس امریکایی در دیدار از افغانستان در ماه می 1922 گزارش مفصل درباره افغانستان به امریکا ارسال کرد و از امریکا خواست با افغانستان روابط دیپلماتیک برقرار کند. امریکا به دلیل همپیمانی با انگلیس که مخالف استقلال افغانستان بود به گزارش وقت ننهاد. امریکا افغانستان را منطقه نفوذ انگلیس می دانست. از جانب دیگر بی‌توجهی امریکا به افغانستان ناشی از عدم درک موقعیت ژئوپلیتیک این کشور بوده که برخی مهمترین علل بی‌توجهی در این دوره را نبود منابع معدنی ارزشمند مانند نفت و مسئول بودن در خشکه بیان کردند، در حالی که در این زمان اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان برای شوروی و انگلیس روشن بود. اشغال این کشور به دست قدرتمندان متعدد همچو اسکندر مقدونی، چنگیز مغول، تیمور لنگ، بابر، نادر افشار، روسیه جنگ خونین با انگلستان و بالاخره در بازی بزرگ میان شوروی و انگلیس جای مهمی داشت. زیرا افغانستان از قرون قدیم به عنوان کلید فتح هند اهمیت داشت. دیگر اینکه افغانستان نزدیکترین راه رسیدن شوروی به آبهای گرم و همچنان یک راه تسلط بر آسیای مرکزی دستیابی به افغانستان بود. اما سیاست‌های آمریکا در دوران جنگ سرد در قبال افغانستان سبب راندن افغانستان با آغوش شوروی گردید. در کل سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان را به 5 دوره یا مرحله میتوان تقسیم کرد که هر دوره مستلزم بحث جداگانه می باشد. امریکا بعد از قیام نظامی ثور و بخصوص حضور و یا هجوم قوای شوروی افغانستان را در مرکز سیاست های خود قرار داده است. امریکا در این مرحله پروژه جهاد را به کمک پاکستان توسط مجاهدین یا تنظیم های جهادی عملی نمود که مردم افغانستان قربانی عمده این بازی بزرگ گردیدند. طرح مفهوم صحنه شطرنج بزرگ توسط برژنسکی ابعاد سیاست امریکا در افغانستان را روشنتر ساخت. وی در کتاب خود تحت عنوان صفحه شطرنج بزرگ در سال 1997 می نویسد: هر کشوری که بتواند بر آسیای مرکزی و قفقاز تسلط پیدا کند توانایی تهدید موقعیت امریکا در خلیج فارس را خواهد داشت. و ای روسیه و چین دو کشور قدرتمند و دارای مرز مشترک با
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به عنوان کشورهای شناسایی می کند که احتمال دارد منافع امریکا را در این منطقه به خطر اندازد. با باور برژنسکی، استراتژی امریکا این است که اگرچه با فروپاشی شوروی خطر کمونیسم از بین رفته است، اما نباید از یاد برد که روسیه بزرگترین کشور جهان همچنان بر قلب زمین مستقر است. امریکا بعد از فروپاشی شوروی توانسته بود بر نظم نوین جهانی تسلط یابد. لذا امریکا بعد از 11 سپتامبر تهدیدها و دشمنان جدید را تعریف کرد و تروریسم و جنگ علیه ترور در سیاست خارجی امریکا به عنوان کد ژئوپلیتیک مطرح شد. امریکا به عنوان یگانه سوپر قدرت و یکتا در جهان یک قطبی خواست موقعیت جدید خود را در دنیا تثبیت نماید و بدین لحاظ به بهانه‌های مختلف به کشورهای افغانستان و عراق تجاوز نمود، رژیم لیبیا را سرنگون و حکم محکمه صحرایی قذافی را صادر کرد و تلاش کرد دولت‌های سرکش و نافرمان را سرنگون کند. آمریکا در اواخر ماه دسامبر 2001 بدون مجوز شورای امنیت ملل متحد به افغانستان به بهانه مبارزه علیه تروریسم لشکر کشید، در حالی که تمام تروریستا 11 سپتامبر در کمپ های نظامی در پاکستان تربیت شده بودند و سپس مشروعیت حضور خود را در افغانستان از شورای امنیت ملل متحد در زمان دنیای قطبی دریافت کرد. امریکا در افغانستان 19 سال حضور یافت و کارهای خیلی مثبت در این مدت، یعنی سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک، تدوین قانون مدرن، ایجاد نهادهای مدنی، رشد تعلیم و تربیه، آزادی مطبوعات، آوردن اینترنت و دیجیتال سازی نهادها و ایجاد زمینهای خوب برای شرکت زنان در زندگی اجتماعی و غیره صورت گرفت. ولی در عین زمان این حضور امریکایی ها به تحکیم قدرت تنظیم های جهادی، ادارات و نهادهای فاسد و غرق تا گلو در فساد و نابودی سکتورهای دولتی و سیستم نظام اقتصادی مختلف در کشور انجامید. اتکای امریکا به تکه‌داران دینی و قومی سبب تجدید فساد و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت‌های دست نشانده گردید. در نتیجه همین سیاست‌ها میلیاردها دلار کمک شده جامعه جهانی حیف و میل گردیدند. امریکا با بازبینی سیاست جیو استراتژیک خود تصمیم به خروج از افغانستان می‌گیرد و اولویت‌ها در مبارزه با روسیه به عنوان تهدید فعلی و چین به عنوان چالش آینده مطرح می گردد. بر پایه همین جیو استراتژیک خود، امریکا به عنوان یگانه سوپر پاور با طالبان بدون مشورت با حکومت افغانستان داخل مذاکره می گردد و قرارداد با این سازمان تروریستی عقد می نماید که در دنیا بی سابقه می باشد. با عقد این قرارداد به طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا پایان می دهد و همچنان زمینه سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان را مساعد می سازد که این نظام به طور برقاسا و در موجودیت قوای امریکایی در افغانستان سقوط می نماید. فرار حاکمان نظام در راس اشرف غنی برنامه امریکایی واگذاری قدرت به طالبان را برهم می زند و سیاست های پشت پرده امریکا را رسواتر می سازد که این لکه سیاه در تاریخ امریکا ننگین ترین صحنه های فرار امریکایی را از ویتنام که در حافظه تاریخ ثبت شده را در ذهن جهانیان زنده می سازد. جوی بایدن باره با حامد کرزی گفته بود آقای رئیس جمهور، پاکستان برای ایالات متحده 50 مرتبه مهمتر از افغانستان است. ستیوکول در کتاب به نام ریاست اس که درباره پشت پرده جنگ افغانستان است متن گفتگوی را نقل کرده که بایدن به کرزی گفته دوران طلایی داره بوش رفته است. طالبان مشکل شماست و القاعده مشکل ما. اکنون از سلطه طالبان این تاریک ترین نیروها در افغانستان بیشتر از یک سال میگذرد و در این یک سال و سالهای بعدی روابط بین طالبان و امریکایی ها چگونه بوده و چگونه خواهد بود و بخصوص این که قدرت های منطقوی هم روابط عجیب با طالبان ایجاد کردند. بازی های پشت پرده
چگونند؟ چه عواملی را می توان به عنوان مهمترین عناصر تاثیرگذار بر سیاست خارجی امریکا نسبت به نظام قرون وسطایی طالبان به شمار آورد؟ امیدوارم سخنران عزیز ما جناب آقای اسدالله کشمند که یکی از سیاستمداران نخبه کشور، ژورنالیست رسالتمند و دیپلمات از بقیه کشور و عضو بورد گردانندگی و در حقیقت بنیادگذار این اتاق به این سوالات و سوالات دیگر ما پاسخ بدهد. جناب کشمند گرامی، در مورد سیاست امریکا در قبال افغانستان لطفاً به همچو سوالای ما صحبتتان آغاز بکنین و هم به سوالات ما پاسخ بدید. بفرمایید. تشکر. و ارادت صحبت جامعی و توضیح کننده خوب رفیق سهر مشکل است که ما بتانم مطالب در اینجا بوره که زیاد قابل استفاده باشه، ولی برحال کوشش میکنم مقطعی از این سیاست های امریکا را در قبال افغانستان مورد بحث قرار دهیم. خب اول اینکه یک بر فکر آدم خطور میکنم که در قرن 20 افغانستان و خصوص در آغاز قرن 20 افغانستان اهمیت چندانی برای ایالات متحده آمریکا نداشت و تا آغاز جنگ سرد و چند سال بعد از او هیچ گونه عکس العمل جدی و قابل توجه درباره کشور افغانستان از جانب آمریکا دیده نشد است. جالب است برای شما عرض بکنم که ما وقتی که جالب اونجا دیدم که شخصی به نام یک ماجراجو و فعال سیاسی به نام جوسیا هارلان که از شهر فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیای آمریکا بود در دهه 1830 میلادی نیت این که پادشاه افغانستان شود و قاره هند سفر کرد. شما ببینید که افغانستان چقدر یک مسئله به اهمیت بوده برای آمریکا یا که حتی در ذهنیت مردم عامه هم یک چنین امکانی وجود داشت که بران هزاران کیلومتر دورتر و پادشاه یک کشور شد. در حال این سیاست تا زمان ادامه پیدا کرد، یعنی سیاست کمتوجهی و کشوری به نام افغانستان که جنگ سرد آغاز یافت. خب قبل از جنگ سرد، بخصوص قبل از جنگ جهانی دوم، آمریکا یک نمایندگی محدود در افغانستان داشت که از طریق سفارت آمریکا در تهران به نام وزیر مختار آمریکا در هتل افغانستان رهبری میشد. تدریج وقتی که اتحاد شوروی با فتح جنگ جهانی دوم و مبادر شدن به یک نیروی تعیین کننده سیاسی و نظامی در جهان قد علم میکنه، آمریکایی ها متوجه میشن که خب یکی از نقاط هم میشن اتحاد شوروی را مورد اذیت قرار داد افغانستان است، خصوص زمان این روحیه بیشتر میکنه که بعد از اعلام صدارت فقید محمد داوود رئیس صدر اعظم در سال 1953 تغییرات جدیدی در احواز منطقه رونما بشه. ما شما اطلاع داریم که خب دکتر مامان یک فرد فوق‌العاده متعصب در آغاز صفت فاشیستی رو به او اطلاق میکردم، آدم مرتبط و سرای معرفی شده و وقتی که به حیث صدر اعظم در سال 1953 از طرف ظاهرشاه تعیین شد، مردم افغانستان در تشویش به سر می‌بردند، چون که بعد از دوره خونبار هاشم خان که 9 سال تمام از سال 1934 تا 1943 ادامه پیدا کرد، دوره کوتاه صدارت سالهای اول شد بود یک مقدار آورنده بشایش و تأمین آزادی های سیاسی و مدنی بود که در آخر
همین اصلا آزادی ها باره مسدود شد و در یک چنین فضایی در زمان خصوص حاکمیت این دو تا شمسه نشان خان در مقامات مهم دولتی ایفای وظیفه میکنید و در مورد تریکه خان در اینجا صحبت نمی کنیم، ولی در این مورد باید تاکید بکنیم که داود خان شامل بزرگترین تغییرات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از جنگ جهانی دوم در افغانستان است. ما اگر یک ارزیابی کوتاه در اول از شخصیت داود خان بکنیم، ایست که داود خان از یک شخصیت متعصب قومگرای مستبد در آخر حاکمیت خود در نیمه های حاکمیت و بالاخره در دوران ریاست جمهوری خود به یک وطن پرست بزرگ، به یک انسانی که سراسر عمرش با تقوا به سر برد و با عنوان یک سیاستمدار با جسارت و انسان متعالی تبار شد. این ناشی از چی است که داود خان از یک شخصیت قومگرا و یک فرد وطن پرست ترقی ها مخرب میشه؟ این ناشی از وصف بین المللی و داخلی افغانستان است که در اقبال جنگ سرد که بعد از جنگ جهانی دوم برا افتاده در قابل یادآوری میداریم که امریکایی ها در آغاز سده 50 میلادی هم علاقه چندان به افغانستان بود. ریچارد نیکسون که معاون رئیس جمهور بود در سال 1954 یک سفر رسمی بر افغانستان داشت و چون این تصور می شد که این سفر آغاز گشایش روابط بین دو کشور شود و افغانستان بتواند از کمک های اقتصادی ایالات متحده بهره مند شود، ولی چون این نبود تحلیل زیادی یک مسافرت فرمالیته بود. در سال 1958 وایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به افغانستان مسافرت کرد و این در زمان است که جنگ سر میره به طرف اوج و رو در روی دو اردوگاه سوسیالیستی و سرمایه داری نه تنها در عرصه نظامی و سیاسی بلکه در عرصه مطرح میشه، چون تاثیرات روابط اقتصادی و سیاست امی روشن و روشن و آشکار است. در این سالها یعنی در سالهای 50 بعد از قدرت رسیدن داود خان با مسابقه نخست وزیر در افغانستان با مسابقه صدر اعظم، یک دور جدید از پیشرفت و اطلاع افغانستان بعد از استقلال توسط امان الله خان آغاز میشه. اولین سوردهای بزرگ اقتصادی بزرگ در مقیاس افغانستان در دوران صدارت داود خان شروع میشه. اولین فرودگاه در افغانستان فرودگاه کابل ساخته میشه. اولین تونل بزرگ در قلب هندوکش تا تونل سالنگ با طول 3 کیلومتر در دوران داود خان آغاز میشه. فرودگاه نظامی و فرودگاه عظیم در دوران داود خان آغاز میشه. خلاصه اولین جاده اسفالت شده، اولین هتل مدرن، اولین شفاخانه بزرگ، میدان هوایی، اولین های فراوان دیگری در دوران داود خان آغاز میشه. داود خان در سال 1956 اولین پلان 5 ساله رشد اقتصادی افغانستان آغاز میکنه و در سال 1961 با موفقیت به پایان میرسونه و بعدها پلان 5 ساله دوم امتداد پیدا میکنه و غیره. زمان داود خان دو چیز مشخصه دوران صدارت داود خان تشکیل میده. اول باید ارز را که مردم افغانستان
آمدن دوم رئیس صدر اعظم داشت نمایه، چون خاطره خوشی از دوران فرماندهی داوود خان و عیسی قماندان کل اون کسی و بعدها وزیر دفاع داشتن. این ترس و تشویش و دلهوره بعد از یک مدت رفع میشن، چون اون مردم افغانستان در برابر خود اون داوود خان مستبد اون دوران ندارن. بتدریج دو مشخصه سیاسی دوران صدارت داوود خان، یکی حشد اقتصادی که با پلان های پنجشنبه 5 سال اول دوران خودش بود و بعدن صورت گرفت و مسئله پشتون سالس. این دو موضوع در حقیقت عمده ترین مطروحه در دوران صدارت دوم سلیم روشنه. سلیم مهم و چیو مرکزی بود و سلیم شمستان مسئله است که دومتان علاقه فراوانی به حدی مفهوم شد و موضوعات پیپاستان تشکیده میفهوم فراوانی به حل این فوتا باشد رسپا حتی بلی و بسیجی توی منطقه با زور با وسیلی سان مورشن کنید که لطخان تواری عملی چون این کار را نمشد، چون ارتش پاکستان درست یک کشور تازه تشکیل شده در سال 1948 بود، ولی زیاد نمیدیم که وزیر دفاع فرمانده اصلی ارتش پاکستان تا سال 1953 یعنی سالی که داوود خان به صدارت رسید یک انگلیس یک جنرال انگلیس ارتش پاکستان رهبری میکرد. در نتیجه ارتش منسجم توسط انگلیسها قوانه شده بود مجهز بود و ارتش بسیار ضعیف افغانستان خیلی قابل مقایسه. داوود خان سپری کپتان در برابر یک چنین وضع وزنه داشته باشند، کوشش کرد که افغانستان مجهز به سلاح های بیشتر بسازد و کمک کشور مختلف تقاضا کرد. وقتی که به امریکا مراجعه کرد، اینجاست که ما به سیاست های امریکا میپردازیم. وقتی که داوود خان به امریکا مراجعه کرد تا ارتش افغانستان مسلح بسازد، امریکا دو تا شرط، شرط اولی افغانستان معضلات مرزی خود با پاکستان حل شده تلقی، یعنی پذیرش حساب صدای خط دیو. و مسئله دوم برای امریکایی بود که افغانستان باید با پیمان سنتو داخل شود. رفقا می دانن که دو تا پیمان سیتو سنتو پیمان هایی بودن که امریکایی ها و علاوه پیمان ناتو دور اتحاد شوروی و چین ایجاد کردن. پیمان سیتو یا جنوب شرق آسیا، پیمان جنوب شرق آسیا که متشکل از کشورهای مثل فیلیپین و تایلند استرالیا و یک در کشورهای منطقه بخزار شنوی انگلیس و فرانسه و آمریکا بود، با عضویت در این پیمان به دست آورده بود. ببینید در سال در سال 1954 ایجاد میشه و پاکستان فیت شده. خب ما با این سرکاری نداریم، ولی پیمان سن یا پیمان مرکزی که اول به نام پیمان بغداد شناخته میشد بود از کشورهای عراق، ترکیه، ایران و انگلستان. آمریکا هیچگاه عضو پیمان سنتو نبوده، ولی همیشه رهبری کننده پیمان سنتو از انگلستان بوده. پیمان سنتو بعد از مدت های عبدالکریم قاسم فکر کنم در سال 1958 است از پیمان بغداد بیرون میشه و یک مقدار تضعیف میکنه، ولی پیمان ادامه پیدا میکنه و نقطه مرکزی پیمان سنتو را ایران تشکیل که پاکستان هم عضو از پیمان است.
پیمان سنتو عملا با انقلاب ایران در سال 1978، در بعد از انقلاب در سال در شروع 1979 شروع می باشه، یعنی وقتی ایران اعلام میکنه که دیگر عضوی پیمان نیست، به صورت طبیعی پیمان فرو می باشه. داود خان در برابر معضله کربلایی، آمریکایی ها مطرح میکنن که یا عضو پیمان سنتو شوین و معضلات رو با پاکستان حل شده تلید میکنین، یا هیچ گونه کمک نمیکنین. داود خان با عنوان یک فرد وطن پرست و انسان بسیار با احساس نسبت به مردمش مراجعه میکنه به لوی جرگه. لوی جرگه سال 1955 فیصله به عمل میاره که داود خان میتونه از هر جایی که صلاح بدون قید و شرط گرفته میتونه اقدام کنه، و طبیعی است که اتحاد شوروی حاضر است که یکی این کمک. در سال 1956 اولین قرارداد همکاری های نظامی بین افغانستان اتحاد شوروی و افغانستان و چکسلواکی وارد عرصه میشه، و از این لحظه بعد ساختار ارتش افغانستان، اداره ارتش افغانستان و سلاح‌های ارتش افغانستان تغییر میده. شما میدانید که ارتش افغانستان قبلا توسط ترکا تجهیز و یک مقدار کمک میشه. از این تاریخ به بعد اتحاد شوروی وسیع وارد عظیم و بزرگ را به افغانستان انجام میدن. البته این کمک های اتحاد شوروی صرف در عرصه نظامی محدود نمیشه، کمک های بسیار بزرگ اقتصادی قسمی که قبلا عرض کردم تلحق میشه و با پیمانه وسیع افغانستان متحول بسازن. از یک افغانستان عقب مانده سالهای آغازین جنگ جهانی دوم در طول 10-15 سال یک کشور متفاوت ساخته میشه که ارتباط با جهان بیرون، طرح مسائل سیاسی به شیوه امروزی دنیا و انتخاب شیوه زندگی متمدن در جمله الزامات زندگی امروزی افغانستان قرار میگیره، و سیاست اقتصادی داوودخان که مبتنی بر رشد اقتصادی کشور است چنان تغییر میاد در جامعه افغانستان که بالاخره این جامعه نمیتونه در قالب تنگ اون رژیم شاهی فرتوت گذشته بگنجد، و داوودخان رسمی که تاریخ نگاران میدوست تدریج زاویه میگیره از دید سلطنت و به تدریج طرح میکنه سنگیری مردم اداره زندگی و خیلی، و به علت زاویه بین دید دومتخان و طلب و زهر شایی جد میشه، دومتخان در سال 1963 استعفا میکنه. اما شما ببینید سال 1953 تا 1963 افغانستان تحول میکنه از لحاظ اقتصادی و در نتیجه از لحاظ اجتماعی فرهنگی و در نتیجه در سیاست هایش تغییر داره. آنچه را که ما در این 10 سال شاهد هستیم تغییر تدریجی نه تنها جامعه افغانستان، بلکه تغییر تدریجی داوودخان با مسابقه یک رهبر یک کشور. رهبر عملی کشور افغانستان در عمل داوودخان است، و خب زایشا به عنوان یک سمبول، سمبولی که خب بی قدرت هم نیست، ولی کار اصلی رو برای پیش در فانستان این و این کار عملی در تغییر شخصیت در اون نقش اساسی داشته. در نتیجه خب این تغییر اوزای اقتصادی و اجتماعی افغانستان موجب تغییر سیاسی میشه، و در سال 1963 دوتخان استعفا میکنه و دکتر یوسف و جایش میایه و ما جریان تهیه دموکراسی را در یک صحبت دیگر به تفصیل و در حالی صحبت بکنیم. اینجا حرف بر سر سیاست های امریکا در قبال افغانستان است. در این سیاست های امریکا در قبال افغانستان شما ببینید که کدام فاکتور ها نقش دارد. فاکتور یکی از فاکتور های عمده
موجودیت شخصی به نام داوودخان است که افغانستان میره طرف رشد مستقل کشور. از یاد نبریم که داوودخان یکی از پایه‌گذارهای جنبش عدم تحمل است. داوودخان در میان شخصیت های بزرگ جهانی مثل تیتو، ناصر، سکارنو، نهرو و نکروما و دیگران بالاخره در جهان با عنوان رهبر یک کشور مطرح است که این کشور در معادلات مهم بین المللی چندان به حساب نمیاد، ولی شخص به نام داوودخان بیشتر افغانستان مطرح نیست با عنوان یک کشور، با عنوان یک نیرو، با عنوان یک قطب از این دنیایی که بالاخره عدم تعهد یا عدم انسلاب نام گرفته. داوودخان نقشه بسیار بزرگی داشته و در نتیجه سیاست های داوودخان باعث تشدید رقابت های بین به صورت طبیعی بین آمریکا و اتحاد شوروی شد. وقتی با تطبیق پلان های 5 ساله خود داوودخان به طرف تقویت زیربنای اقتصادی افغانستان عمل میکنه، به صورت طبیعی برد با این سیاست است و بیشتر چون بنافع مردم است مردم به او رجوع میکنه و آمریکایی ها بی‌تفاوت نیستند، در میدان نمیتوانند سر تا سر برای اتحاد بد در چی میکنه؟ برابر بگرام میدان های قندهار نیستند که ما شما میدانیم که سالهای متمادی استفاده چندان جز یک استفاده محدود نظامی از میدان هوایی قندهار صورت نمیگیرد. ما دیدیم که اتحاد شوروی با ساختن بند نقلو نه تنها اقلیم بلکه مجموع زندگی جنوب شد افغانستان تقید از ننگرهار خشک و سالی و تاتشت تفت زده اسکم سودان یک منطقی شگوفان سوان. رفقا اطلاع دارین که در حدود 25 سانتیمتر سنگچر در مناطق و 30 از جلال آباد برداشته شد تا زمین ساک قابل استفاده در اونجا بیرون برازی سنگچلا مناطق وسیعیه. بند نقلو آب جاری ساخت به سرزمین های زیاده. ما امروز اگر زیتون حرف میزنیم، امروز اگر از لیمو و مالتا و تینو و نارنج حرف میزنیم، نتیجه اون کارهایی است که اتحاد شوروی بر افغانستان انجام داد. اگر افغانستان بیشتر به طرف تمدن رفت، تمدن برای ما یعنی دنیای بیرون، نزدیکترین دنیای بیرون و یکی از مظاهر بسیار درخشان تمدن اتحاد شوروی و سالنگ ایران برای ما باز کرد. میبینیم که در مجموع اتحاد شوروی در جهات سرمایه گذاری کرد که افغانستان معنی واقعی کلمه به طرف اعتلاف و پیشرفت بیرون. امریکایی ها برای رقابت در برابر نقلو رفتن بند کجکی رو درست کردن. بند کجکی اگر تالات درست صورت می گرفت و با دلسوزی کار صورت می گرفت می دانست بسیار مفید باشد، ولی می دانیم که یکی از پروژه های بسیار ناکام پروژه های بزرگ امریکا در افغانستان است، چون سفینه که باید آبیاری می کرد شورزار برد، یعنی مطالعه کافی را در ترکیب زمین و زیرساخت زمین آمریکایی مطالعه نکردند. فقط به خاطر رقابت خواستن که در برابر سال یک کار انجام بدن تا جای پای در افغانستان داشته باشه. میبینیم مرحله از این گذشته که بگذاریم دوری مقدسی با تفصیل عرض کردم، میبینیم که بعدها یکی از نقاط بسیار مهم دوستان رفتهای عزیز ایست که آمریکا سیاست داشته در آنی یکی سیاست علنی روشن و یکی سیاست بینانی بیش سر جایی دیگر بینانی فکر میگن که شما وقتی که میگه حفیظ الله امین با ایالات اجنت امریکا بود برای امریکا کار میکرد سند نداری، ولی سند نداری، ولی چه سند بالاتر مجد کنند کرد عمل خود
نقش یک فرد دیگه میشه. این پارس که افیدان میدن یادا با امریکا ایره تیمه بسیار سرانی 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 اون کلاس باید گفت که وقتی که در سال در اول جنوری سال 1965 کنگره مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان دایر بشه، فیضل امین در آمریکا رئیس اتحادیه مسئولین است. رفقا یک دوره وحشتناک زندگی خصوص روشنفکر را دوره سناتور مکارتی است. سناتور مکارتی فکر کنم سالهای 42 تا 48 1942 تا 48 بودن فعال بوده. مکارتی حالت وحشتناک را در امریکا آورد. از نام های بزرگ مثل چارلی چاپلین و ایلیا کازان و غیره که بگذاریم، حتی هنرپیشه های عادی را اینا زیر کنترل دقیق قرار می دادن و به نام تمایل به کمونیسم و یا کمونیست بودن ایده زیاد را به روزگارشان بخصان کسیان شد. در یک چونین فضای سیاهی بسیار فعال و به خصوص در مورد خارجی ها ای اصلا اون زمان نشان میده که سیاهی به طور هر سازمان خارجی را که در امریکا فعال بود دقیقا زیر نظر داشت. اون را به نام قانونی که مکارتیزم بیرون کرده کنترل بر فعالیت های کمونیستی شخصی به نام افیزلام به نام اتحادی های محسنین در آمریکا زیر کنترل نیچون چرایی سیاهی قرار داشت و افیزلامین در چون شرایط رئیس اتحادی محسنین افغانی در ایالات متحده آمریکا بود. پیام روان میکنه بر کنگره مؤسس و جریان شما میدانید و تحصیل خود ناتما مانده بیاید در افغانستان و بزودی عضو زربدل کمیته مرکزی میشه و باعث انشعاب میشه و غیره و غیره. سیاست امریکا یکی از جهات سیاست امریکا همین است. سیاست های پنهانی، سیاست های سرابکارنه که در وجود افیزلامین و گروه هست همکاران ما بیاد داریم که همه اینها وزیر شدن های افیزلامین در امریکا که چندین وزیر نمیتونه وزیر معرف وزیر نمید سو چندین وزیر بودن که دو سه تا نام شبیه زده یادم است و مصرفن زده. آمریکا مرحله بسیار فعال سیاست آمریکا را در قبال افغانستان بعد از سرش آمریکایی ها منتظر از این نشدن که با اتحاد شوروی در افغانستان بیاید تا مداخله وسیع خود در امور افغانستان برآورد. در ماه جولای سال 1978 در فکر دو سه ماه بعد از قیام نظامی افغانستان کارتر خالی محموله کمک های مالی و تسلیحاتی را و آنچه با اشعار می نامیده یعنی مخالفین دولت ما خودم جلی می نامیدن اعزابی و برژنسکی این استراتیجیست نامدار اما سیونیست امریکایی که مشاور افیتی مشاور افیت ملی کارتون برشتر می کنن به شما نیست جزء تاریخ است و کارتر نیست که شما با این کارتان پای شوروی در افغانستان بکشه و وانسی اونجا امریکایی ها کتوندن پای امریکا افغانستان و این کار جواب بگیم و جاوزات از عرص مداخله و فشار بر دولت افغانستان چنان تحکیم کردن چنان توسعه دادن که برای شوروی راه باقی نمون جزی که ای تهاجم خفته امریکایی را پنهانی امریکایی را سپاه در وجود افغانستان و تکبرژنسکی شش ماه قبل از شش و کارتر می نویسه که شما پای روسا را به اینجا می کشین طبیعی است که آگاهانه بوده این کار شد. بعد ها برژنسکی در سال 1996 با مجله فرانسوی نوول ابسرواتور یعنی مشاهده کننده جدید مصاحبه می کنند در اون زمین سوالاتش می پرسند که آیا افغانستان این ارزش این داشت که شما با
که باعث ایجاد القاعده و طالبان و این نیروهای بنیادگرا شوین. میگه که بله کدامش مهمتر است، سقوط وسیله مسلمان یا چند تا گروه هیجان زده مثل طالب و اینان؟ بیس که او امر مهمتره، یعنی که اعتراف میکنه به اینکه ایجاد کرد ایجادگری القاعده و غیر است. به مورد چون از لحاظ فاصله زمانی زیادی با ما نداره، طبیعی است که همه میدانیم که آمریکا چه نقشی داشته، ما زیاد این مورد صحبت نمیکنم. و ما میتونیم در هر یک از این مقاطع لحاظ های جداگانه بگذاریم، اتاق های جداگانه و صحبت بکنیم و در این موارد توجیه بکنیم. اما یک گذر خلاصه در باری ببخشید رفید چهر، میتونم یک 5 دقیقه دیگه صحبت بکنم؟ خواهش میکنم، هنوز فکر میکنم وقت دارین، 18 دقیقه تا 1 ساعت مکمله وقتتان هست، خصوصا برای جهات بازی های پشت پرده طالب و آمریکایی اگر او را هم بپردازین بسیار خوش میشیم. سیاست بال همه صحبت میکنیم میشه کنم سیاست علنی و روی پرده و یک سیاست پنهانی پشت پرده. خب تنها کشورهای دارای امکانات بزرگ هستند میتونن چنین سیاست پای داشته باشند. ببینیم آمریکایی ها در سال 2001 آمدن و به اصطلاح مشهور ما و شما تا که طالبان به توبره باد کرد، پس طالب نام دارد تمام رهبرهای طالبان را تمامشان و جز خب میشه گفت تمامشان و جز یکی دو بسیار محدوده بسیار محدود اون طالبایی را که شناخته شدن همه را گرفتن و زندانی کردن و بردن در گوانتانامو یا در بگرام یا در زندانهای شخصی که در وزیر اکبرخان جای دیگر داشتن یا در زندانهایی که در پولند و رومانیا و جای دیگر داشتن و راحتی شکنجه میکردن. شما میدانید که بر اساس قانون ایالات متحده در داخل ایالات متحده اجازه شکنجه را ندارد، ولی ما دیدیم که در بلغاری چی گونه وحشیانه چی گونه دور از عادی ترین نرمای اخلاق و انسانیت عراقی های بیچاره را شکنجه میکنن. در جاهای مختلف طالبان را بردن و زین شکنجه و اون ادهی که به اصطلاح جواب نداد به شکنجه ایزان طبیعتا قهوه از بین بردن شدن و او ادهی که تسلیم شدن. در کنار تسلیم شدن آمریکایی ها از شیوه تکمی و اقناع هم کار گرفتن، از یک طرف شکنجه دادن و از طرف دیگه با نشان دادن برای آقای سرخ و سبز که بلاخره دیگه با آقای سرخ و سبز شما بیواهی نبود. یک دیز قابل ملاحظه از رهبران طالبان مطیع ایستاد سخت و یاد بیانیم که از سال 2001 تا 2006 اصلا فعالیت های طالبان در داخل افغانستان خبری نبود. اینجا آنجا به صورت قرارگله فعالیت های دیده می شد که این مورد بدی برای امریکایی ها چون بحانه هم که باقی بمانند در افغانستان به این بحانه که گویا در افغانستان جنگ است و بلان ما به سرکوب جنگ در اینجا بدیم. جورج بوش گفته بود که اگر ما بنیادگراها رو در افغانستان سرکوب نکنیم اونها بیاین و در جاده های نیویورک ما را ترور خواهند کرد. قضی باید بحانه داشته باشد. در افغانستان قصد داشتن برای مدت های طولانی بمانند و قضی بحانه نیاز داشت. بحانه چیست؟ بحانه جنگ است. طالبانی که به تدریج از اینجا آنجا سر بلند می کردن آمریکایی ها هیچ گونه اقدام جدی علیه اینها ها انجام ندادن. ما شاهد هستیم، ما همه ما مردمی هستیم میکنن هیچ عملیات جدی علیه طالب ها هیچ کنی انجام ندارن. بعد از سال 2006 که طالب ها یک مقدار کنید
اصفاری وجود میکنن، جنگ های کوچکی را اینجا آنجا سامان میدن، ولی در فکر نیست که طالبان از بین ببرن. خاطره اگر میخواستن طالبان تار مار میکنن در بعد از سال 2006، هیچ چیز بار دیگر ازشون نمیمون. ولی با بازی که من بگو شکر برم اینا آن طالبان به تدریج ما پیدادن که با دولت دستشان دیگه کرزه و داخلی عملات بکنن، ولی با امریکا یا کاری داشته باشه. اینجا یک لحظه وجود داره، آمریکایی ها در طول 20 سال 2340 نفر کشته دارن. من اینجا یک چی کردم، یک جمع تقریم کردم، دیدم که در یک سال کمتر از 120 نفر، یعنی 117 نفر کشته دادن آمریکایی ها در هر سال در داخل افغانستان. شما این قابل مقایسه کن جنگی ویدنامه که کمتر از آمریکایی ها بودن و 50,000 کشته دادن، میتونین مقایسه بکنین؟ ما یا 9 سال موجودیت قوای شوروی علی رغم اون نیرومندی شوروی داشت، 14,000 بیشتر نزدیک با 15,000 کشته دادن. شما این 2,347 نفر مقایسه میتونین؟ این رقم با کننده ای هم رست که آمریکایی ها در افغانستان دیگه نه جنگ دیدن، ضرورت نداشتن، به خاطر از این که یک سپر تصنعی را به نام دولت شاندن داشتن تا جنگ بر ایالات متحده امریکا، بر اتباع ایالات متحده امریکا تدقیب بکنه. ما میاییم میبینیم که با تدریج سلای 2016 هفته بعد امریکایی ها کوشش میکنند که بسیار مهم است در عرصه دیپلماسی شلیک میکنند و یا تلویزیون ها را به دار می آویزن، کسیتا را آویزان می کنه از تنابا دیگه. اون طالبان نیست، اون سرنگیری در سیاست گذاری ها می کنه سیاست و تدریج شخص به نام زلمه خلیقزاد این وظیفه میگیره و این کار تربیتی را در بین طالبان در زیر نام تر انجام میده. جالب است دفتر قطر یعنی چی؟ یعنی که دفتر برای طالبان ایجاد بکنه خارج از تصور است. در نتیجه آمریکایی ها از نیرنگ های مختلف فمیشه کار میگیرن و خب با پیش انداختن قطری ها قیمه باره به اصلاح و دی جنگی در افغانستان و این نیروی دیگر در برابر شویدی بسپارن و در قدرت هست میتانه هر کار بکنن و از طرف دیگر با اتکا به این قدرت خود در قرار نشان قدرت دارن با اتکا به قدرت خود دشمند گرامی اینترنتتان قطع وصل میشه. اول اینا در طول 2 سال دنیا را خواستن متوجه بسازن با اعلان های با طبیعات بسیار خوش گفت کنی که خلیلزاد با فلانی دید، خلیلزاد با چنین گفت که مذاکرات به نتیجه میرسه یا نمیرسه. هر روز شما میدیدین این قصه سرمگسک که خلیلزاد و دفتر دوحه در مطرح
تا بالاخره جانشین شد در ذهنیت جهانی. اینجا یک خط دیپلماتیک وجود داره، اینجا یک دو تا نیروی تبران رو قرار داره که یکیش نیروی قدر قدرت جهانی یعنی ایالات متحده امریکاست و دیگرش یک نیروی که در برابر قدرت قدرت دارست میکنه و میخواه شکستش بده و عبارت از طالباس. امریکایی ها نیاز داشت به یک چونی چیزه و اینه یاده سال و آنها دیگه که در آخر چی بزش. مهم این است که ما اینجا ببینیم که امریکایی ها چگونه سیاست ها در قبال افغانستان در پیش میگیرن. امریکایی ها بسیار راحت آوردن این گروه اقباده متحجر بنیادگرار و کشور ما مسلط ساختن و این مسلط ساختن نور اینجا بنگیز سود گرفتن طوله باره نزی که بیاین قدرت برستن میگستن که 10,000 فرست فردا گفتن که بیستان فرست سال ما بیاییم که یک مقدار دست دلواز باشیم بگویم نی یا 30,000 نفر بگویم نی 40 اینجا 60,000 بلاخر 100. آیا در دنیای امروزی با 7,000 نفر بی نظم با خصوص یک سازمانی که یک گروهی که اون زمین داشته باشه این کنه تشکیلات متوانی داشته باشه و در کنارش از سلاح‌های امروزی دنیا که تعیین کنید دست جنگ ها بلی به نیاز باشه مثلا از پهباد گرفته تا ماهواره تا هواپیما و غیره و یک نیروی چی بگم خدای پژاد آمدن و وارد عرصه شدن یک چون نیروی نهی کنه یک ارتش 350,000 نفری را مغلوب کنه. ارتش 350,000 نفری اینه که 86 بیلیون دلار، 86 میلیارد دلار سلاح پیشرفته ترین دنیا را به جز هواپیما و راکت دوربرد داره. هر آنچه ارتش آمریکا داشت در اختیار از اینا قرار داد در اختیار حاکمیت دست نشانده تا همیشه آماده ساخت تا یک روزی به طالبان انتقال بده و این کار را کرده. حالا بگذاریم به مرحله بعدی. مرحله بعدی چیست؟ مثلا گرفتن طالبان در افغانستان و اداره ایجاد امارت اسلامی. آیا بر اساس یک تعقل عادی میشه نتیجه گرفت که طالبان میتونستن دوام بیارن حتی یک ماه دو ماه؟ چه چیز باعث دوام یک حاکمیت نصب و نیرو؟ نیرو را به اندازه کافی نداشت، نصب به یک صورت نداشت و یک اقتصاد نیرو من اقتصاد اصلا حرف شده زنید با چهار زنده بود موجود به طال نصره و نحوه زنده نگاه میکنن با یک مرحله دوباره زن سر پایست کارست که در مورد طالبان اول این روزایی که طالبان مستقر شده آمریکایی ها جناب کشتمند گرامی باز صدایتان قطع شد. خود اینا رو مستقر ولی یک ولی روز هایی که طالبان در بانسید شدن تریدی امریکا بنامه این که ما کمک انسان دوستی میکنیم 2 میلیارد دلار کنگره امریکا بنامه کمک های انسان دوستانه آزاد ساخت. توجه کنید رفاق، ما به حیث یکی از طبیعی کشور یکی از بایی کشور همین خوش هستم که یک کمک لاقل به مردم بیچاره برسه. بلان اون چرا کنگری آمریکا انجام داد من بسیار خوشحال شد و ها اتحادیه اروپا 1.5 میلیارد یورو را آزاد ساخت و به تدریج ادامه یافت و به این ترتیب. بلان سوال بسیار اساسی ما یکی با احساس خود میزنیم یکی با منطق. احساس میگه بسیار کار خوب شد ولی منطقیم یک سوال مطرح میکنه.
سوال به این است که آیا آمریکا و اتحادیه اروپا اینقدر انسان دوست هستند که در برابر فقر مردم افغانستان احساسشون جریه داشتن و میخواهی کمک بکنن؟ من اینجا دقیقا شک میکنم. اگر این وجدان داره غرب متمدن برای یمن بیچاره را کمک بکنن، اون روزگار بدی را بر عراق قورت نکنن، برای سوریه ها را تا این رنج دادن، اون لیبیا را تا این حد بوشت نکشون. نه نتیجه گیری کنم میکنه ایست که ای کمک های امریکا اونم قطره هایی است که میخواید طالب زنده نگاه بکنن. از یک طرف گفتم میتونم خوشحال هستیم که مردم ما تا اون حد نمیرسن که اجساد در روی جاده ها ببینید که از گرسنگی میمیرن، و از طرف دیگه کاری نمی کنن که این مردم بتونه یک مقدار سرپای خود استاد شود تا این حاکمیت کمونیست جبار دونستاد است و دونی کنشده برش پایان. این اینجاست که آدم تمام سیاست های امریکا، سیاست های علنی که اعلام میکنه شک میکنه، و اون سیاست های پشت پرده امریکاست که افغانستان تا امروز اداره میکنه. ولی سوال مطرح میشه که چرا امریکا چی نیاز داره با طالبا در این چنین واسه؟ اما شما یک چیز درست بکنم که امریکا یکی از نقشه های بسیار بسیار مهم استراتژیکش پیشروی در آسیای میانه و ایجاد اختشاش و بلوا و شورش و در نتیجه فروپاشاندن این کشورها است، یا ای که تسلیم شوند به آمریکا و خب مثل آذربایجان که به آمریکا و ترکیه و اسرائیل تسلیم است، یا ای که آمریکا از حربه خرابکاری علیه اینا استفاده خواهد کرد. و یاد بیاریم رفقا و دوستان عزیز در سالهای 90 که نیروهای چچنی که علیه دولت روس می جنگیدن نماینده رسمی شد در وزارت خارجه آمریکا نشسته، نماینده رسمی. آیا تصور می دانیم در اون مرحله که رابط روسیه و آمریکا تا اون هم ظاهرم صمیمانه و گرم بود که یک چون چیز اتفاق بیفته؟ بله یک چون چیزی بود، چون آمریکا نقشه های بسیار بسیار دور درازی برای کنون پاشاندن روسیه دارد، چنانچه جنگ اوکراین یکی از نقشه های دقیق یار است که مثلا این موضوع بحث نمی کنم. من پیشنهاد می کنم به دوستا که یک روز یک بحث مفصلی در باره حوادث اوکراین داشته باشیم، چون در اوکراین است که سرنوشت مجموعه بشریت تعیین میشه. خب افغانستان و مسئله آمریکا و طالبان، پس چرا آمریکایی ها این نیروها رو نگه داشت؟ این نیروها رو بخاطر این که در یک فضای مساعده که خودش تصمیم میگیره طالبان رو به جان کشورهای آسیای میانه گزین خواهد کرد. قابل یادآوری میدانیم جنگ در چنین حالات با یک بارگی و با یک حمله شروع نمیشه. جنگ افغانستان رو باید بیاریم، چند تا ضد انقلابی به سر پا رفتن در پاکستان و جنگ شروع کردن، دیدیم که هر با کجا ها کشید. در سوریه چنین بود، تظاهرات بسیار عادی مردم چنان سر صورت دادن که انقلاب مبدل به یک جنگ داخلی و وحشتناک ساختن. در لیبیا اصلا اون چیزهایی را که اروپا مطرح کرد و بر اساس از او قدرامی ملل متحد صادر شد وجود داشت. بمباران تیارهای قذافی علیه تظاهر کنندگان یک دروغ بزرگ تاریخی است، یک دروغ بزرگ. و در اینجا در مجموع جنگ های امروزی آمریکا و خلق در مجموع سیاست هایشان در شرایط امروزی دنیا رسانه ها جای تعیین کننده. شخص به نام ایمانوئل تود که یکی از محققین، مورخین، دموکرافا و آنتروپولوگای بسیار مشهور فرانسوی است، در روزهای آخر در باره از یک چیز نوشته که جنگ جهانی سوم آغاز شده است. خب این بحث نیست که من اینجا این رو باز نمی کنم، ولی این میگه که در شرایط امروزی رسانه ها بیشتر از دولت ها و سیاست مداران در شکل دهی نظریات مردم
و ایجاد هیجانات و کشاندن مردم و هزینه های بزرگ اجتماعی رسانه هاست. ولی رسانه ها چون دور داریم از موضوع در مورد افغانستان. ولی آمریکایی ها در نظر دارند که در موقعی مسلم جنگ آسیای میانه را برام بندازد. طبیعیست به طرف مقابل هم انسان های سر تجربه دارن، آمادگی ها دارن. در تاجیکستان یک پایگاه بسیار مستحکم نظامی روسی وجود دارد. چینایی ها به نام کمک به پلیس تاجیکستان نیروهای تاجیکی را تقویت نظامی جنگ کردن. روز با بارها و مانورهای بسیار بسیار نمادین نسبی دیگر در کشور متصلشون نمونه های از این نمونه رو شما عرض بکنم که بسیار جالب. در یکی از مانورها هواپیمای توپولف 95 که از هواپیمای بمب‌افکن‌های استراتژیک روسیه است و میتونه حامل سلاح هسته‌ای باشد، بزرگترین هواپیمای نیاز آوردن در تطبیقات در مرز افغانستان و تاجیکستان به چرخش در آورد و نشان بدن برای آمریکایی‌ها. این چند سال قبل است، نشان بدن که متفاوت نیست. و دو سال قبل یا سه سال قبل در یکی از مانورها راکت اسکندر که دارای برد 500 کیلومتر است ولی میتونه سرگلوله اتمی را هم حمل کنه و یکی از سریعترین راکت های دنیاست و غیر قابل دفاع آوردن و در کوههای تاجیکستان مورد شلیک قرار دادن. اینو شما نمی عزیز که طرف مقابل بیدار است و آمریکایی ها به این خواب خوشی که بالاخره یک روز به راحتی میتونن در آسیای میانه نفوذ بکنن نخواهد بود. و از این جهت است که بعد از انتقام قدرت طالبان در داخل افغانستان به اضافه اون نیروهای داعشینی که در شمال افغانستان کاشته شدن روز آمریکا دست به تجاوز خواهد زد داریم. و از جهت است که طالبان یک حربه عمده و اساسی تجاوز امریکا برای آسیای میانه است و طالبان تنها رسالت سرکوب مردم افغانستان ندارد و امریکا به اون نیاز ندارد. مردم افغانستان چنان ذلیل و زبون ساخته، چنان فقیر و بیچاره و درمانده ساخته که نیاز ندارد که مردم افغانستان سرکوب بکنند. مردم افغانستان سر بلند نمیتانند در شرایط فعلی. طالبان برای وظیفه با مراتب بزرگتر آماده شدن که اون نفوذ در آسیای میانه است. در آسیای میانه خب رئیس‌های خودش در انتظار نخواهد، اونجا جنگ در انتظار خواهد. من فکر میکنم که من از وقت کافی استفاده کردم و دیگه نمیخوایم که باعث درد سر دوستا شو. گرچه مطالب زیادی است که درباره سیاست های امریکا در منطقه میتوان گفت، به هر حال من از توجه دوستان و رفقای عزیز تشکر میکنم که به صحبت ها گوش دادن و ما در بخش دوم اگر سوالی بود کوشش میکنم جواب بدم. تشکر جناب کشمند گرامی از بیان پیشینه مناسبات بین امریکا و افغانستان و از تحلیل عالیتان و همچنان باز نمودن گوشه های تاریک مناسبات و بازی های پشت پرده که در جریان است. خب بعدا سوالات شروع خواهد شد و قبل از اینکه سوالات شروع شود که دوستان میتونن سوال خود مطرح بکنن و 5 دقیقه تبصره بکنن، از همکار بسیار عزیز و گرامی انجینر عمر محسنزاده هم تقاضا میشه که در این رابطه هم دیدگاه خود بیان بکنن. جناب محسنزاده گرامی میکروفونتان را باز کنین، بفرمایید. گفتن برای دوستای عزیز یکونن جالب و انگیزه آفرین، یعنی انگیزه آفرین بوده و من بسیار خود هستم که با این موضوعات با این صراحت گذشته مناسبات بیان شد. واقعا فهمیدن از این بر هر روشنفکر افغانستان ضرور است.
اما تا جایی که ما متوجه شدم بیشتر صحبت امشب ما جنبه تاریخی داشت و ما در رابطه با سیاست های اخیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان دیمان هیچ صحبت نیست و جای بسیار بسیار یعنی مهم است، یعنی دارای ارزش مهم است که اگر ما در این رابطه بیشتر تمرکز کنیم و معمای یا بگویم گریه های بازناشده که ما در رابط ایالات متحده امریکا با افغانستان داشتیم به این یک کم روشنی بیشتر بیاندازیم. من فکر می کنم که برای این کار ما در جلسات آینده کلاب‌هاوس یقینا فرصت خواهد داشتیم تا صحبت مفصل تر کنیم. اما یک اشارتا دو سه نکته را که می خواستم عرض کنم می عبارت از این بود که واقعا سوال اساسی در این هست که ایالات متحده امریکا و هوای ناتو چرا به افغانستان آمدن و چرا رفتن؟ علل و انگیزی اساسی در کجا بوده و دلایل برگشت از اینا در چی هست؟ یک چیز کاملا از صحبتهای دشمند گرامی و یقینا آگاهی هایی که دوستای عزیز دارن روشن است که ایالات متحده امریکا و افغانستان واقعا یک هدف تعیین کننده داره که او هدف ژئوپلیتیک و استراتژیک است. این تقریبا همه مسائل روشن می سازه. این هدف در گذشته ها بوده، این هدف در طول 20 سال حکمروی ناتو در افغانستان بوده و این هدف آنم در موجودیت طالبا باقی می مانه. اما چیزی که برای ما یعنی برای روشن فکران افغانستان، برای وطن پرستان افغانستان عارض اهمیت است که ایالات متحده امریکا در راه تحقق این هدف استراتژیک خود کدام شیوه ها، رفتار ها، کدام متد ها، کدام استراتژی ها، کدام تکتیک ها را به کار گرفتن. ولی من فکر می کنم که واقعا باز کردن از این بحث خیلی زمان می خواهد و از طرف دیگر هم آنچه که ما تا آن می دانیم شاید کافی نباشد برای شناخت بسیاری از پروسه ها و سیاست های ایالات متحده امریکا، بخصوص که ما اگر آمدن ایالات متحده امریکا را به افغانستان از سال 2001 تا وقت رفتنشان در اگست 2021 مد نظر میگیریم متوجه میشیم که اینا چقدر متدها را تغییر دادن، چقدر تکنیک ها را تغییر دادن، دکترین های نظامی را تغییر دادن. خلاصه از روی از این همه تغییرات و دگرگونی ها و اینا بسیار دشوار است که ما واقعا به سیاست پشت پرده ایالات متحده امریکا و قول کشمند گرامی پی ببریم. یعنی واقعا در اینجا دیده میشه که ایالات متحده امریکا بازی های مختلف داشتند و از طرف دیگه هم فکت هایی که تازه در رسانه ها آشکار میشه اما مبین عزیز که واقعا در عمل کرده ایالات متحده امریکا در عرصه سیاست خارجی در رابطه با افغانستان خیلی تناقضات وجود دارن، به خصوصی که آدم میبینه که در اول ایالات متحده امریکا به هیچ وجه آرزومند از این نبوده که به افغانستان در قدم اول حمله کنه. یعنی عدم اساسی در اون زمان هم عراق و این که چرا به افغانستان اول آمد، این فقط تا جایی که رسانه ها ذکر کردن یک مشوره وزیر دفاع وقت یا بگویم جنرال برجستی وزارت دفاع و وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا جنرال پاول کالین بود که یک توضیح بسیار ساده داده بود که شما اگر در عراق علالفور عمله می کنین چیزی بر توجیه عملیات تا ندارین، ولیکن در افغانستان می تونین بسیار به سادگی اظهار نظر کنین و بگوین که چون طالبان هست در اینجا
زنا حقوقشان پایمال میشه، اینا حق تعلیم و تربیه ندارن و شما جنبی انسانی مثلا برای عملیاتتان ترسیم میکنین و به خاطر این مورد پذیرش مردم امریکا قرار خواهد گرفت. و ما هم میبینیم که واقعا سیایی تا چه اندازه نه تنها در رابطه با عملیات امریکا بلکه در قناعت دادن متحدین ناتوی امریکا در افغانستان از این متودها کار گرفتن. نمیخوایم که صحبت به درازا بکشه، یعنی حرفهای زیادی در این رابطه برای گفتن هست و به خصوص در رابطه با طالبا هم اگر ما میخواییم که رو موزیگیری های سیاست خارجی امریکا را در قبال افغانستان بفهمیم، باید ما این موزیگیری ها یا بگویم رابطه نزدیک طالبا را با امریکا هم دقیقا مورد مطالعه قرار بدیم. و اسناد بسیار زیادی وجود داره که بسیار زیاد زد و نقیص است. به طور مثال طالبان در سال 1999 یعنی کاملا بر امریکایا آمادگی خود ابراز کرده بودند که در رابطه با خواسته هایشان هرچی که امریکا بگه در عمل تطبیق میکنند، ولیکن امریکا با او هیچ ارج فایل نشد، ایجور جدی نگرفت. در سالهای بعدی هم که ما میبینیم خصوصا منابع پاکستانی معلومات ارائه میکنه که در زمان آمدنشان هم ایالات متحده امریکا به خصوص رئیس جمهور بوش از موضع‌گیری بسیار انعطاف پذیر در برابر طالبا استفاده کرده. برای طالبا را به خواهش پرویز مشرف بسیار به صورت امن و مسئول از افغانستان به پاکستان انتقال داده توسط تیارات ایالات متحده امریکا. و این عملیاتی که در افغانستان وجود داره، این جنایات جنگی که در افغانستان صورت گرفته، همه از این مستلزم بحث جداگانه است. من حرف بیشتر نمیگم. از کشمند گرامی اظهار سپاس میکنم که واقعا با این صحبت بسیار جانانیشان ما را در بحث قرار دادن که این بحث باید در جلسات بعدی کلاب هاوز ما دنبال شود. از حضور رفقای عزیز تشکر میکنم که به سخنهای ما گوش کردن. تشکر. تشکر محسن زاده گرانقدر، به جوانب بسیار مهم و اساسی اشاره کردین که او جنبه های سیاسی قضیه بوده که واقعا به گفته شما نیاز به یک بحث علایده داره و همچنان دلایلی که چرا امریکا به افغانستان آمد و رفتی هم واقعا بسیار مهم است. در سالهای 10-12 سال پیش یک کسی، یک ژورنالیست و نویسنده بسیار مشهور امریکا، سیمور هرش، که دیروز بسیار شهرت هم یافت، کتاب نوشته کرده که چطور طالبا امریکایی ها از قندوز با تیارات امریکایی رهبرای طالبا را انتقال میته و این دیروز هم دیروز فکر میکنم که امی سیمور ارش امو تحقیقاتی که به خاطر پاپلاین روسی را که زده بودن او را افشا کرد که شهرت جانی یافت و این نویسنده همچنان در مورد همین تناقضاتی که امریکایی‌ها به کدام دلیل به افغانستان آمدن، گاهی تروریسم بانه میکرد برای و همچنان در غرب به نام دفاع از حقوق زنها، ولی بالاخره قدرت برای کسای مان که واقعا حقوق روزمره زن افغان پایمال میکنه. بسیار زیاد تشکر از صحبت بسیار پرمحتوا و تکمیل کننده صحبت کشمند گرامی. خب عزیزا، منعیفم ما دستار بالا نمی بینم، می هستن جناب فهیم ادا و جناب روح‌الله دست بالا کردن که از آقای ادا
خواهش میکنم که تشریف بیاره و صحبت بکنند. بعدا جناب رولای تودهی صحبت خواد کردن و به تعقیب از این دوستای دیگه. من از عزیزا خواهش دارم که اگر در حدود 5 دقیقه صحبت بکنند، چون نوبت برای هم عزیزا برسه، بسیار ممنون خواهم بود. همچنان جناب یوسفی گرامی هم دستش بالاست تا نوبت بر از اونا هم برسه. ادای گرامی بفرمایید. آدم دار آدم دار تشکر ادای گرانقدر. من پیشنهاد می کنم که دوستای دیگه هم میشه سوال داشته باشه، در کل برای همه باز جواب بتن که بگذار عزیزا همی امکان پیدا بکنن که نظریات و سوالای خود مطرح بکنه. اگر کشمند گرامی با می تر هم موافق هستین، ما جناب تودهی را دعوت می کنم که صحبت کنه، به تعقیب از او جناب نعیمی دستش بالا بود ولی حال پایین است، خود در حالتش میشه که دوستای دیگه هم ای امکان پیدا بکنه تا صحبت و سوالای خود مطرح بکنه. تشکر تشکر. ما جناب تودهی گرامی را به استیج دعوت می کنم که تشریف بیارن و تشریف آوردن میکروفون خود باز بکنن. تشکر. مهمانان عزیز احترام تقدیم می کنم. صحبت های محترم مطلب عزیز پای دیگر متفید شدیم. صحبت های بسیار توضیحشان تحلیلتان در مورد سطحای امریکا یا سیاست های ناکام امریکا در بالا افغانستان زنده بود. سپاسگزار هستم. فقط یک سوال خلاصه و فکرده دارم از ایشان، امیدوار هستم اگر جواب برم. سوال دیگه است که آمدن امریکا
افغانستان با 47 کشور متحدینشان و برای رفتنشان که سرمایه کامل کام بود یا تجاوزشان یا به هر ترتیبی که شده میشه، امریکایی‌ها نخواستن که چیزی سازن در افغانستان یا نتوانستن. سوال در این مورد است که نخواستن یا نتوانستن چرا به این قسم افغانستان رها کردن رفتن. این مورد بر ما همی چی آمد دن امریکا گم بستن. سپاس گزارستم، مایک مگذارم مشتم صحبتان. تشکر توده گرامی، ولی یک دست بالا بود و از همکاران بسیار عزیز خود محسن زاده گرامی و دکتر صاحب آرون گرامی هم تقاضا دارم اگر دستای بالا باشه مرا کمک بکنن که تیر سرسری از برخ نامات تیر خدا نخواسته تیر نشه. خب جناب یوسفی گرامی شما را دعوت کردم، لطفا او را اکسپت بکنین، اوکی بکنین تا بستش تشریف بیارین. در غیر از او از پایین امکان گپ زدن وجود نداره. خب حال تشریف آوردن. خب میکروفون ادای گرامی روشن است، اگر لطف کنن میکروفونشان قید بکنن تا یوسفی گرامی صحبت خود را شروع بکنن. سلام مت آقای بزرگ محترم بیورزیم و طرفیت آقای گرامی فقط مربایی؟ بله قشنگ می صدد. از قنان ارجمند رفیق بزرگوار بکنان سید گرامی واقعا آمدنده بود و موتی و سخنانشان و در لابلای سخنان ارجمندشان یک سوال در ذهن من خطور کرد. ایشان از سلیطه ها یا از حالت های سیاسی دولتان یاد کردن و یکی از مناسبات که میخوادم با ایالات متحده امریکا برقرار کنم که ورود را یا شرایط را که امریکا برایشان واگذار نمود، یکیشی بود که خط مرزی یا خط فرضی را حکومت سلطان باید به رسمیت بشناختن. سوال من اینجا است، چی منفعت امپریالیزم و رسمیت شناختن خط فرضی داشتن؟ تشکر. تشکر یک دنیا. خب عزیزای جناب صابری گرامی دستش بالاست، ما از جناب صابری خواهش میکنم که بستش تشریف بیارن و صحبت و یا سوال خود مطرح بکنن. بفرمایید صابری گرامی، ما شما را دعوت کردم او را اکسپت بکنین، اوکی بکنین. صابری گرامی هنوز اکسپت نکردین؟ نه نه تشریف آوردین، بفرمایید میکروفونتان رو باز کنین. بله آه بله آه بفرمایید. سلام بر همه رفقای عزیز، ما وقتی بکر تشکر از رفقای صحبت کردن از سحر عزیز، از کشمند عزیز و از مفنزالی عزیز. صحبت های بسیار آموزنده بود، جالب. ما رفقای عزیز یک پرتشی بسیار کوتاه دارم. خب یک موضوع کاملا روشن است که نه آمدن امریکا سلطه را برای مردم افغانستان و ارمغان داشت و نرستنشان، و جانب دیگر نقش ایالات متحده امریکا در ایجاد ملهای دست نشانده در این دو یا سه دهه اخیر از زمان کرزی و اشرف غنی گرفته تا آمدن طالبان کاملا مانند آفتاب روشن است. پرسش معیت رفقای عزیز که نقش روشنفکران افغانستان، نقش روشنفکرانی که آگنده هستند در این همه بازی های خونین
توسط امریکا در وجود استراتژی جنوب شرق آسیا برای انداخته بوده و ادامه دارد چی خواهد بود؟ در این مورد اگر لطفای قبل نظر بتم فکر می کنم که صحبت های امشب را ممنون از شما امیدشم بودید. تشکر صابری گرانقدر. یک شنونده عزیز ما به نام همایون پشتون وردک است، دستش بالاست. ما شما را دعوت می کنم، بفرمایید. جناب پشتون وردک بفرمایید، در حدود 5 دقیقه و یا اگر صحبت میکنین و اگر سوال دارین در حدود 1-2 دقیقه بفرمایید، میکروفونتان رو باز کنین. ممنون از زیاد ترحب شده می پاس او دیده ای امریکا دی سیاست یا پاکستان کار کول درنو گردن والی یا دی باسین و مارگرین اتر امو پری وقت پری زخمی نیول شوی او سپیتری پاکون خواه افغانستان و ریانه و ایجا و گندهارا او اولو درنو عزتمند و غیرتی غریدلو کریدلو ان غریدلو سیاست پاره زلند خبرې کوم بیا پوښتنې هم لرم زه د امریکا د سیاست پاره یو څو مهرباني وکړئ یو څو رفرنسونه ما لوستلي دي هغو په اړه زه هغه کوم زما لپاره ډېره جالبه خپله د امریکا د آرکیو اسناد او د امریکا رسمي پالیسي ده او امریکا د دغو پالیسیو نچور څلور کتابه چې ډېر دقیق اسناد یې راایستلي دي. یو محمد محمد ډرایفس یو لیکوال دی چې څېړونکی دی ریورس ګیم د افغانستان ناویلي کیسه یا افغانستان سانټو ستوري چې دریم کتاب خپله د استالیزاد کتاب دی او څلورم سند یا کتاب هغه دغه د ویکیلیکس اسناد کې افشا شوي دي حتی خو ډېر نور کتابونه دي سلهاوو اسناد خو د رابرت ډرایفس نه چې را شروع کړو د 1950 کلونو راهیسې د امریکا د حکومت او دولت پالیسی دوه ډوله وه. اصلي پالیسي چې پلي کوونکې او ټاکونکې وه هغه د پنټاګون او سی آی ای وه چې هغه د هغو بنسټ د روسي انتروپولوجست په نامه د الکساندر پینکسن هغه ایښې وه چې هغه د ډیسټیبلایزیشن پالیسي وه په واکه کولو نارامه کولو او دغه پالیسۍ بیا وروسته پلي کوونکي عملي کوونکي پنټاګون د سی آی په مټ باندې 10 کاله دا پروژه جوړه کړله چې د ډیسټیبلایزیشن وسایل دوی ایجاد کړل، یعنې د نارامۍ وسایل دوی سی آی خپله جوړ کړل. الکساندر بینکسن یوازې د نقشبندیه طریقې او مجددي د کورنۍ استعمالول دو وړاندیز یې کړی و، لیکن سی آی بیا لکه یو څوک چې چا ته ووایي چې د نفتو بزنس نو د نفتو نه خو بیا چې راوی باسي سلهاوو ډوله پروډکټونه جوړېږي چې ډیزل شولو پیترول شولو تیاک شولو دا شولو د مفاین تر وسیلونو پورې. نو پنټاګون بیا همدغه د نفتو کار غوندې وکړ چې په دې کې د اخوانیانو جوړول د ملایانو د ډیموکراتانو ایران و ازرتان و مجددیان و روزه دی شفاندیشن لاری چه نون از او تویتی مکلونو که دی فعالیت پایل کرد دوی در کار و یه ترسن یا دوی پنریوال کچه که دلت دوی پر افغانستان که فعالیت کولو یا دوی پنریوال کچه هم دیپلوماتیک کچه باندی فعالیتون پایل کرد چه بودو فعالیتونو که
همدغه داود خان، قوانیان، خلقیان، پرچمیان دغسی و لوبه که را که لول چه ترچو دغه داود خان باندی اشارونه را وستل چه دای دوران تر قومنی دیروسانو نا دا دی راغلی دیتو دا اصنا رئیس ترون ران به شاه سادات باندی داو خان باندی رئیس پلان ومنل شو او بیا په اسلام آباد کې تایید کړ دغه شرایطونه یو دا و چې د روسانو نه فاصله واخلي داو خان او د خپل حکومت نه پرچمیان وباسي او د هغو په ځای په پېښور کې هغه اخوانیان چې کودتا کړې وو درې کودتاګانې ناکامې سیاهي ورته پلان کړې وې هغه راولي او د افغانستان نه 2000 پښتانه او بلوڅ وسلوال د ازادۍ غورځنګ مبارزین وشړي او د ډیورنډ کرښې په رسمیت ومني او دا ټول هغه د ډیجیټلایزیشن د پالیسۍ څخه مخ تلل هغه پالیسي چې کله د روسانو د ماتې نه وروسته بل پلاو پړاو ته لاړه کلیزاد هغه پالیسي بیا بدله کړه چې کلیزاد خپل کتاب کې هم لیکلي رابرټ رایف هم لیکلي دي دوی پالیسي بیا نو په افغانستان کې و درې نور هدف هم ځان سره بل کړل بلکې هدف خو ډیجیټلایزیشن و د هغه نه وروسته چې کلیزاد پنټاګون دفاع وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس کړ شوروي اتحاد ړنګ و هغو ته یې درې نور هدفونه ورکړل یو هدف دا و چې افغانستان د امریکا پنټاګون د بودیجې ساتلو لپاره نکه کړي افغانستان د امریکا دفاع وزارت او ستر ساتلو لپاره په نښه کړي او افغانستان د امریکا د وسلو د نوي کولو او تازه کولو نوي کولو او تازه کولو یو ته اپګرېډ وایي لپاره افغانستان په نښه کړي نو هغه دې تاسو وګورئ چې شل کاله پنټاګون په افغانستان کې د اته ټریلیونو په کچه وسلې په موږ استعمال کړلې او افغانان یې ووژل خپلې وسلې جګړه ییز ټکنالوژۍ دلته استعمال کړلې او دغه جګړه مصنوعي وه بلکې کوم اداره کوم غلامان چې کېنولو هغو ته یې نغد ډالر ورکول او طالب ته یې د هلمند مخدره مواد په لاس کې ورکړي وو طالب ته یې چې کوم ځایو کې مخدره مواد پیسې نه ورسېدلې ایسا یې ملاتړی کولی هغو ته پنټاګون په خپله په خپلو الوتکو کې وسلې امکانات ورکول دغو جازونو نه کړې قبانه خبارو تاسو ګورئ چې تېره ورځ خپله د دغه د پنټاګون د ملګرو لخوا د جنرال مراد راتګ کې خپله وایي چې دغه داستورې چیغه وکړله چې موږ د تاسو جګړه کوو او دغه چې وایي موږ په ورځ کې مالات کول طالبانو ته د شپې مالات کول پنټاګون د ډیفیژن اول پړاو چې پوره شو 2013 کې ما اعلان وکړ ما لیکنه وکړه څېړنه ما وویل پنټاګون ځان کړی چې نور بهرنیو هېوادونو کې جګړو لپاره پنټاګون بودیجه نه لري او په دې معنی چې دا جګړه دړوي ځکه دوی 2.5 ټریلیون ډالر د ټرمپ د وینا په اساس دفاع وزارت لخوا د امریکا د وسلو جوړولو کمپنیو ته ورکړي چې د دنیا تر ټولو سترې مهلکې خطرناکې او وژونکې وسلې جوړې کړي په اوس کې دغه پېښه رامنځته کېدل زما ویډیوګانې شته دي ما رکوټینه خبره وکړه زما څېړنو دا وویل چې پنټاګون ځان بندوي اردو ډکوي او طالب راولي او طالب ولې راولي طالب اندې دي پر راولي چې طالب بیا د دوهم پړاو ډي پي جي دوه لپاره دا تیار کړي کتیز ځل چې طالب راغی د طالب په وجود کې بن لادن جهاد اعلان وکړ او تل کالای په افغانستان کې بن لادن او طالب په نامه دوی
دونه ډالر وګټم، په طالب څه کارولی شي؟ طالب موجود د عیش او معیش او پعیش او دغسې وسلوالی ډلې رامنځته کړي د انسان په مټ باندې، او بیا هغوی د جهاد اعلان وکړي، او بیا همدغسې به د سپتمبر پېښې د امریکا د وسلو کمپنیو ویسترلی او بن لادن په اوغو کې آیا هغوی جوړه کړې وه؟ کلیوالو ته که بن لادن راتېږلي د نورې وسلو کمپنیو راواستېږلي او دغه لوبه یې جوړه کړله، او دوی ډالر وکړه. همدغسې کار به داعش شروع کړي، معاش به شروع کړي، او بله ډله به یې شروع کړي، او هغوی به بیا د جهاد اعلان وکړي، او پنټاګون به د امریکا د وسلو کمپنیو ته شین چراغ بیا ورکړي. هغوی به داسې لندن او واشنگټن او مثلا ماسکو او سعودي او ایران او هند او پنجاب او مثلا مالیزیا او جاپان، دنیا په ګوټ ګوټ کې به د وسلو کمپنۍ بمونه وچوي، او روان به یې په دې خلکو ور واړوي، او پنټاګون ته به بیا همدغسې لاره هواره شي چې سپتمبر پېښې نه وروسته هواره شي، بیا به راشي. په دې ځل ته به امریکا دفاع وزارت همدغسې دغه طالبان ته ورکړې وسلې، توبلې، ټانګونه، الوتکې او مرډي نفکې، لکه څنګه یې چې موسل او رمادي کې القاعدې او داعش ته وسلې ورکړې، او بیا یې په سترو وسلو بیا وویشتل. د طالب نن وجود هماغه ته ورته دی چې کوم د سترو وسلو لپاره استعمال. نو زه دغه آخري پوښتنه د ورور هم زه یو دوه بار کړم، بیا د دایي بیا به نور زما په سفر باندې نظر واچوي. زموږ افغانان اوس تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې موږ د پنټاګون په وړاندې د روسیې او د چین په وسایلو باندې باید نه اعتماد وکړو، او نه په پنټاګون نور اعتماد وکړو، ملګرتیا ورسره وکړو. ځکه پنټاګون ډېر یو وحشي ځناور د دنیا دی، که د موږ په نسل وژنه باندې خپلې وسلې تازه کړي، پیسې پرې وګټلې، او هغه نظام چې دوی ملګري وو هغه یې مغسې بې عزته کړ، وایې تېګلو وی وشل. په پنټاګون په ملګرتیا هم نه کېږي. پنټاګون تر ټولو کمزور قاعده دی چې هغوی په افغانستان کې جنایت کړی، یو نیم میلیون انسانان یې وژلي. دوی د هر قتل روسیا سره د ملګرو وي، هغه ډنپوغو پمپغ اشرفک دی، سردګال هیبتک دی، پوځي مشران دي، او که د آی اس آی او د پنجاب د مرسل فاشست پوځ مشران دي. دا ټول جنایتکاران باید آی سی سي ته معرفي کړو، دغه روسیې راپورته کړو، فکر کوم دغه فکري انقلاب امریکا ته هم رسي، اروپا ته هم رسي، او موږ د دغه ناورینه باید ځان خلاص کړو، ډیورنډ کرښه ړنګه کړو، افغانستان د اقتصادي دغه بدبختیو نه چې د خپل اقتصادي سټ راشکېدلی دی، د دې نه په راایستلو سره کابل، لاهور، ډهلی، ډاکا دا لومړی سره یو ځای کړو، بیا یې همدغه اقتصادي سټه د سمرقند او د اصفهان خواته یوسو، او تر څو دغه د موږ رول چې کوم و، کوم ماډل چې موږ دلته درلودو، دغه ماډل امریکا کاپی کړ، اروپایي اتحادیې کاپی کړ، موږ یې بېرته خپله بېرته نه شو جوړولی. زه فکر کوم دغه لاره د حل ده. مننه چې ما ته غوږ ونیوو. تاسو نو ډېره زیاته مننه چې حوصله مو ګران او معزز پښتون مردک صاحب، د تاسو نه ډېره ډېره زیاته مننه چې په دې بس کې ګډون وکړه، او په زړه پورې او مطالب هم مطرح کړه، او په ځینو مهمو ټیکو هم اشاره وکړه. ډیر به خوشحال شو چې تاسو هغه لیکنې چې تاسو وویلې هغه سره آشنا شو، او امیدوارم هیله مندم چې دغه حاضرین د تاسو دغه پیشنهادونه هم په نظر کې ونیسي، او په بحث وکړي. او زه به هم د نورو عزیزان خواهش وکم که کوم سوال لري، بیا په آخر کې به د ګران کشمن صاحب نه به هم هیله وکړو چې د تاسو سوالو ته او د نورو عزیزانو سوالو ته هم ځواب ووایي. زه خو ځینې نور دوستان نه ګورم چې لاس پورته ای، او وخت لرو شل دقیقې کولی سو که بس جالب سي تمدید کو. که نور سوال نه د خپل
بل همکار نه هیله کوم چې ډاکټر صاحب هارون دی، هغوی هم به ځینې خبرې لري. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ. امتنان از آقای اسد دشمند و آقای موشنزاده، آقای خیمیدا و تمام دکتایی که در اینجا صحبت کردن. من اشاره داشتم در مورد سخنهای آقای کشمند در مورد محمد داوود. دیدگاه شخصی مایی است به اداره به دادات های دوکوپوتویز و اسناد رسمی کشور. اولین سفرکشی محمد داوود است اشغال دوباره خاکهایی که توسط هند بریتانوی از زمان غصب شده بود و به دولت پنجاب هند بریتانوی واگذار شده بود. اینا سبب یا اسباب تشنج بین سیاست های میان افغانستان و پاکستان میشه و رقمی است که محمد داوود به عنوان یک شخصیت نظامی در این زمان شخصی که سوسال های عدنوی عدم انسلاک پابنده بود دوباره تلاش میکنه که برای هجوم علیه پاکستان از اتحاد شوروی وقت کمک های نظامی بدست بیارن. رد کمک های نظامی توسط اتحاد شوروی وقت نمیخواست در یک عمل ماجرای جویانه در منطقه وضعیت در منطقه برهم بزنه موجب میشه که محمد داوود به ایران و عربستان سوری روی بیاره و دست سازمان های استخباراتی ایران و سوری را در کشور ما باز کنه و ما همه شاهد هستیم که داوود از تمام و خط مشی که در آغاز مطرح کرده بود برای تغییرات بنیادی اجتماعی سیاسی و اقتصادی دور میشه از او خط مشخات و به یک وسیله سرکوب نه تنها علیه نیروهای ملی و دموکراتیک آغاز میکنه بلکه آرام آرام در برابر کمک های نقلی که از ایران و عربستان سعودی به دست میاره به یک وسیله در منطقه برای طلبه های شاه ایران و عربی سعودی مبدل میشه. این نقطه نظر شخصی ایم است و اسنادی که در این موضوعش داره یادداشت های کردویز است و اخبار رسمی دولت افغانستان در اون زمان. من در این زمان میخواستم به یک چیز دیگه اشاره کنم که اگر آقای من یا آقای ماشل داده به این مورد اگر روشنایی بندازن برای من بر شخص خود من روشن نیست که ما میفهمیم که استراتژی ایالات متحده آمریکا در منطقه تعلو و دراز مدت است و ما میدانیم که طالبان یک وسیله فشار نه تنها علیه روسیه برای بی‌ثبات‌سازی و سلی میانه است بلکه مانند یک شلاق کوبنده در منطقه برای حفظ منافع آمریکا ناتو میل شده. برنامه‌های طالبان در یک وضعیت جدید اگر در مناسبات بین‌المللی پیش بیاید و اگر روس‌ها با آمریکایی‌ها در تقسیم مجدد حوزه‌های منافع خود در منطقه ما به تفاهم برسند چگونه خواهد بود؟ ممنونتان. مننه ډاکټر صاحب چې په هغه مطالب بوبونه وغږیدای چې ډیر مهم وو او ډیر ښه تبصره درلودله او خپل پوښتنه مطرح کړه. که نور دوستان نوی چې سوال لري یا وغږیږي زه به د ګران او معزز کشمن صاحب نه به
هیله وکم چې د دوستانو د عزیزانو سوالو پوښتنو ته ځواب ووایي. کشمن صاحب تاسو مهرباني وکړئ. تشکر رفیق علی عزیز. خب ما کوشش میکنم که در این وقتی که با آمده با صورت خلاصه چند جوابش بکنم و همچنان از کمک رفیق عمر کمک میطلبم تا بخشی سوال هایی که اگر میخواین جوابتن برای ما لطفا بگوین. ما شروع میکنم سوال اولا بعدش بار دوم بر رفیق عمر جان فرصت هم میگذارم تا یکی از سوالا رو انتخاب کنه جواب کنه و به می ترتیب تا آخر پیش میریم اگر موافق باشین. همینطور چطور رفیق سهر عزیز؟ بفرمایید. تشکر. ما تشکر از گفتای رفیق فهیم و سوالشون می بود که نقش نیروهای دور و نزدیک چگونه در حوادث آتی آنسکان. ما معتقد هستم که اوضاع در جهان به خصوص در این که ما زندگی میکنیم به صورت روزافزون و متداوم در حال تغییر است. هیچ گونه پیشبینی بسیار بسیار دقیق که در این قضایا نمیشه، ولی در چنین موارد ما باید ببینیم که گرایش عمده نیروها و روندها چگونه است. روند جاری دنیا تاثیرگذار بر تمام مناطق است. این روند نشان دهنده یک تغییر بزرگ، نویدنده یک تغییر بسیار بزرگ در جهان خواهد بود و عبارت است از تغییر نظم کنونی جهان که مبتنی بر زورگویی آمریکایی ها و یک جانب گرایی آن در روابط بین المللی است. همه چیز به نظر ما به این تناسب نیروها خواهد داشت، چون تمام بشریت متأثر از نتیجه این رودرویی خواهد. چنانچه ما میبینیم در اوکراین امروز این رودرویی در حال انجام است. بسیار 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 ساده لوحانه خواهد بود اگر ما بگوییم روسیه با اوکراین می جنگ. اوکراین فقط یک چماق است که در دست ناتوس و در شمشیر است که در دست ناتوس و در برابر آمریکای شمشیر از نیام کشیده دیده شما چی می شد و مرکز نظریات مختلف دارد در این مورد. به حق شمی که عرض کردم پیشبینی دقیق فرایند روانتها را آدم گفته نمیتونه، ولی گرایشش هم میتونه بکنه. گرایش به نظر من ایست که در شرایط کنونی آنچه در اوکراین میگذره اسمهلال نیه، یک نوع تضعیف رو به تضاید ناتو و در نتیجه اون نظم لیبرالی نیولیبرالی است که بر دنیا مسلط شده و امریکایی ها این قسمه که گول ولسویت معاون وزیر دفاع معاون رانسفلد در سال 91 بعد از سقوط اتحاد شوروی گفته بود که آمریکا برنده جنگ سرد است و در نتیجه وظیفه رهبری دنیا را به عهده دارد و باید این رهبری را اعمال بکند. این نظم در حال فروپاشی است. آمریکا به احتمال قوی قادر نخواهد بود که نظم جهانی را رهبری بکند و فرایند جنگ اوکراین نشان خواهد داد که آمریکا در برابر یک انتخاب قطعی قرار دارد، یا قبولی نظم نوینی که در حال تکوین است و یا رفتن به سوی یک جنگ جهانی که نابودی تمام بشریت به همراه خواهد داشت. قبل از ذکر من میدانم که اگر آمریکا به توانایی یعنی برتری کامل در چون جنگ جهانی را می داشت لحظه هم عمل نمی کرد، لحظه هم درنگ نمی کرد و جنگ جهانی را برام انداخت. ما دیدیم دیگه این مسئله پیچیده نیست. مثل از ختم جنگ جهانی دوم است که امریکا دو تا بمب بعد هیروشیما و ناکازاکی انداخته. بعد از ختم مقاومت هیتلر است که شهر درزدن آلمان با ویران 300 هزار نفر کشتن بناحق بناحق در زور ازمایی. امریکایی ها و انگلیس ها این کار را کردن در شهر درزدن. منظور من است که نیروهای دور و نزدیک در داخل افغانستان که نقش خان داشت روندی که جاریست نشاندهنده از یک پس که نقش آمریکا در به طرف تضعیف میره در منطقه ما، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه ما و به یک تعبیر در سراسر جهان.
و در اون صورت طالب مبدل میشه مثل یک نیروی جنگی، یک وسیله جنگی که زنگ بزنی شو بفته و بیکاره شما به چون چیز تبدیل خواهد شد. چون طالب نه قادر است که برنامه برای پیش ترقی افغانستان داشته باشه، نه امکانات و تشکیلات و توان ذهنی چون این کار داره. در نتیجه وقتی که توان پشتیبان اصلی طالبان یعنی آمریکایی ها به طرف اسمهران قرار را به صورت طبیعی طالبان و به صورت بسیار اوتوماتیک از صحنه بیرون میشه. چون این وای چیادگار خوبی هم از خود به جای نخواهد گذاشت. چون نه وای بوده که در تاریخ جای خود به پدیده های نوتری دادن، ولی یادگارهای بزرگ از خود گذاشت. مثال زندهش در اتحاد شوروی میتوند. نیرومندی امروز روسیه ناشی از اون میراث شوروی است. این وطن پرستی بزرگی را که روزها برای دفاع از وطنشان و منافع وطنشان انجام میدن میراث این دوران شوروی است و غیره. به هر حال از طالبان هیچ چیزی به جای نخواهد ماند و یک نیروی بسیار نیروها میتونه به درجات مختلف وابسته باشه به این نیروی خارجی، ولی طالبان چنان وابسته است به امکانات آمریکایی که با تضعیف امکانات هیچ چیزی در آینده برش باقی نخواهد بود. بنام چگونه میبینیم آینده را؟ من دید شخصی خود گفتم، ولی هر گونه احتمالات بود. چون فاکتورهای تاثیر گذار روندهای سیاسی اجتماعی در همه دنیا خصوص در قیمه بسیار مختلفی است. فاکتورهایی که در شکل گیری حوادث در افغانستان دارن بسیار مختلفی است. چگونه این فاکتورها در یک زمان معین نه نسبت به دیگه فکتورا به اثبات میرسن، این بستگی به حوادث فرق چگونه رشد میکن. از این جهت به نظر من پیشگونی نمیتوان کرد، ولی ما آینده را آینده این نزدیک یکی دو ساله نیم، ولی آینده را در دراز مدت روشن میبینیم. و آینده متکی به این خواهدی که نقش رهبری کننده امریکا زایل نظم نوینه که متکی بر اراده مردمان خواهد، متکی بر یک قانون نه قانون جنگل مثل این روز که امریکا دلش هست یک کشور مثل ایران یا افغانستان یا لیبی میتونه برباد کنه، بلکه بر پایه نظمی که انسان ها دارای حقوق به نسبه مساوی یا نزدیک و مساوی باشن در دنیا برقرار خواهد شد. این است نظام آیس نیجن ایدونی. رفی پومر جان شما بفرمایید، هر سوال را میخواید جا بگید و میترسید پیش کشمن سیب گرامی شما و برخی سوالات جواب بدین. یک دوست دیگه ما آمده، اگر اونا حرفای خود هم بگویه بعدا نتایج آخره برای سخن آخره برای محسن زاده گرامی خواهد مونده. یا ایرا دوست عزیز هم جناب همایون نایب فیل است که اگر از اونا هم خواهش کنم که امو حرف خود بزنه، بعد از او شما و محسن زاده گرامی تا آخر ادامه بتین اگه این پیشنهاد مورد من. خب ما از جناب همایون نایب خیل خواهش میکنم که در استیج تشریف به در حدود در 5 دقیقه صحبت بکنن تا کشمند گرامی به صحبتهای خود و همچنان محسنزاده عزیز همچنان به برخی سوالا پاسخ بگویم. بفرمایید جناب نایب خیل گرامی، بفرمایید. و همچنان نظم جهانی یا سیاست‌های اخیر دنیا و در اواخر متزلزل از این جنگ هستند صحبت‌های صورت گرفتن. من زیاد چیز برای گفتن ندارم، سیاست مداری آنچنانی هم نیست، آنچنانی که نیست، فقط تحلیل اوضاع از دید خود ما
داشتیم و زودی یک کشور استیم که در اونجا مال و کار سیاست های دنیا بودن و چیزهای از اونجا از به طور عملی هم مختلف دیدیم. البته من صحبت مکمت که بی پرده خواهد بودیم میدور از دو سال زرده نشد. یعنی ما از حدودی افغانستان تا کاسه راه راست افغانستان گشنه ماندیم، دست مادران رو دوره گشنه ماندیم، چیزی برای آینده و چیزی برای اون زمانش داشتیم و چیزی هم برای آینده نداریم. و این ما نیستیم که تا خود امی دوستایی که در امی سیاست ها نقش داشتند و نقش مرکزی رو داشتن، خودشان هم چیزی بهره نبردن، خودشان هم امروز همه آوار هست و باست بیسر نوشت هر کدوم هر کدوم. برشدت من یه چند صحبت شدیم به ارتباط به کل اگر بار سیاست آمریکا بگویم، سیاست آمریکا یک سیاست ارتجایی است و اونمو هژمونیستی که میخواید بر دنیا و نوی حاکمیت داشته باشه و در هر جای خواسته باشه در اونجا ظاهر شد و به نوع خودش رو بطار تغییر بده و در هر جای هر چیزی دلش خواسته باشه بکنه که تا جای بعد از جنگ سرد و بعد از نابودی بلاک شرق به این خواستی خودم نایل آمد. شما دیدین که در امی در 20 سال آخر آمریکا بار که در آسیا کرد حالا که در اروپا آغازگرش از در جنگ اوکراین کلی نشاندهنده نقش بسیار مخرب امریکا در سیاست های خارجیش است. شما عراق را میبینین، سوریه را میبینین، افغانستان را میبینین، لیبیا را میبینین، بالاخره جنگ فرسایشی بین فلسطین و اسرائیل میبینین، شما در آسیا مرکزی میبینین، حالا که در اوکراین شده. یعنی هیچ کدام از این جنگ ها چیزی نبوده که برای بشریت چیزی بوده باشه یا فرایند است یا اوکراین باشه نسل های این در دنیا بتان احساس آرامش بکنه. و این سیاست ارتجایی و هژمونیستی و قدرت طلبانه آمریکاست. و ما بارها در روزهایی که با دوستایی که شیشه ما این مسئله رو یاد کردیم که روسیه تا مقدار در این جنگ به جانب است به خاطر از اینکه روسیه در برزن امریکا نرفته یا در امسایگی امریکا نرفته کجا را خودش نصب کرده باشد و بیان دور آزمایش کرده باشد. یک چیزی بود در ونزوئلا یا در کوبا، ولی کوبا حالا به صورت خاص این چیز نیست، ولی در ونزوئلا گویا پایگاه روسا در اوجا هست دقیق نیست. ولی این غربی ها بودن که رفتن به اوکراین، خواستن که همون سیاست های مدامنه که در داشتن در کل از بین بردن روسیه یا از تضعیف ساختن روسیه اون از طریق اوکراین آغاز کرد. و این جنگ من متاسفانه جنگ حیثیتی شده برای هر دو طرف، جنگ نه اینکه مگه به اصطلاح افغانی بگیم جنگ ناموسی شده برای شان، جنگ حیثیتی شده. بازنده هر کدام بازنده در جنگ اوکراین نابودی خودش در روی زمین باید ببینن در تصویر تلویزی. و روس ها هم من فکر میکنم این جنگ برشان آنچنان با ارزش است، آنچنان با ارزش است که اگر در اوکراین بازنده این جنگ شما کنین که روسیه یک کشور میشه که دویجه در درون خود امید روسیه که در گذشته یک خود به از قدرت جهان بود و جنگای داخلی مثل بالکان مثل یوگسلاوی سابق باره و چشم کشور تجزیه خواهد شد و به این رقم و تا به می اندازه پیش میره و این خاص در کل خاص امریکا در دراز مدت است. و اگر در این جنگ امریکا بازنده شود شما فکر کنین که دیگه اروپا در آینده چیز برای گفتن نخواهم داشت. شما تولات بسیار اهمیت کلان شما در آسیا و در جنوب آسیا و در اروپای غربی در اروپای شرقی خواهد دیدیم که یه هیچ نمیتونه که باز این جمع شوه و آیس آیس میره و طرف جنگایی که بین کشورها نظر به اونمو خصومت های از که همون بذاشته نکد بینشان داره. و من فکر میکنم هر دو طرف در یک جایگاهی به عنواندن که هیچ کدام نمیتونه شکست خود را قبول بکنه و یه آیس آیسه میره جنگ. شما بین جنگ از کجا شروع میشه؟ از پول نقدی، از تجهیزات، از مواد خوراکی، کمک کسری فروپا میشه یا غرب و تا بالاخره که مسئلهش میرسه به راکت های دوربرد و که تو میتونه مرد مرکز روسیه را هدف قرار بزه تا 80 کیلومتر روسیه را به داخل خاک روسیه میتونه ایراق پرواز بکنه یا نشست چین جانبی که
برای زرنسکی و چولوتس و مکارون در بود دیروز پریروز فکر کنم و نیفهم که در کجاش خواهد کجا رو بر دیروز پریروز میشه نشان دهنده از این که جنگ میره به طرف از این که تشدید شوه و سلاح‌های مختلف در اینجا آزمایش و تصمیم دادن تانک های آمریکایی و آلمانی سیاره های جدید خواستن تجهیزات بیشتر و نیروهای هوایی از جانب زلنسکی به این معناست که جنگ میره به طرف شدید شدن یعنی بیشتر چیزی که انتظارش میرفت جنگ زودتر آرام میشه ولی فکر کنم این جنگ فرسایشی برای سالها باقی خواهد ماند در این منطقه و این جنگ برای آمریکا بسیار قیمت تمام خواهد شد برای روسا بسیار قیمت تمام خواهد بود و در برای اروپا شد ولی یک دوست آمدن اینجا گفتن که خصوص در کشور خود ما طالبان به نیست یک نیروی ریزرف یا لابی یا به نفع آمریکا به خاطر تضعیف ساختن روسیه در اینجا هستن. ما سوال ما مشخص از دوستان به خصوص جناب کشتان طبی است که اگر توضیح بتون که نقش طالبان امیهانا در آسیای میانه چی است؟ روس ها طالبان امریکایی ها تا آنچه که از طالبان تا امروز در آسیای میانه تازن حد سکسیم بکنن چی است و طالبان نظر نظامی و سیاسی در کجای کار قرار دارن که بتونن یک خطر بالقوه برای کشور بزرگ مانند چین کشور بزرگ مانند هندوستان نمیخوام یا روسیه تلقی شود اگر رفتی به 40 میلیون دلار برشان نرسد از گشنگی میمرم و جانب دیگر برای مثلا جالب است که در عین زمان طالبان میره قراردادها را بر خلاف خواسته های دنیا میره قراردادهایی را با چین امضا میکنه با دشمن درجه یک شما ببینید که وزیر خارجه بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگه که برای ما دشمن قوی ترین دشمن در دنیا برای ما چین است ولی یک روابط بسیار خوب امروز بین چین و طالبان وجود دارد و جانب دیگه امروز شما صحبت پوتین را گوش کردید که گفت روابط ما با کابل دوامدار خواهد بود دوستانه خواهد بود شما این همه چیزی که پالوی هم قرار میدین متوجه میشین که طالبا مثل که گذشته میکرشت حالا نمیتونه که فرمانبردار یا عسکر حرف گوش کنه آمریکا باشه و از وجود چهار تا بی سواد بتونه در دراز مدت به نفع خودش استفاده بکنه سوال است که تا خود طالبا چیزی که برای آمریکا کردن که به نفع آمریکا تمام شده در منطقه و در روسیه و بالاخره چین چی بوده و اگر روس ها بفهمند یا چینایی ها بفهمند که طالب ها برشان در نقطه خطر است که از چشم تیزبین از اونا پنهان هم نمیتونه باشه چطور تا امروز تا اصلا با وجود تمام نارضایتی هایی که در دنیا وجود داره بتانند که با کابلن سوزش بکنند شما رفت آمد های کابلو فدیدن شما نقش روسیه را در قدرت رسیدن طالب ها شما بسیار خواهش هستید سوال من بیبود من بباشن که پراغندم صحبت کردم من مای کلا که خدمت شما دارم تشکر جناب نایب خیلی گرامی اول خو تشکر از صحبت و تبصرهتان و از جانب دیگه بسیار زیاد خوش آمدین به این اتاق و دکتر صاحبم قبلا به خلم با اتاقایی که شما دارین سر زده بود و بسیار یک بگویم خاطری خوب و یک ایده بسیار خوب را مطرح کردن ما امیدوار هستم که در بحث‌های بعدی سهم فعالتر بگیرین و به نظرم در هفته آینده من فکر میکنم که تاثیر جنگ اوکراین سر اقتصاد دنیا که چی تاثیر گذاشته و من جمله سر وضع اقتصادی افغانستان صحبت خواد کردیم حال از کشمند گرامی خواهش میکنم که به صحبت ها یا پاسخ های خود ادامه بده و سپس از محسن زاده عزیز القدر خود خواستم که او به یک تعداد سوال ها پاسخ بده و با صحبت محسن زاده گرامی برنامه خود خاتمه میتیم جناب کشمند گرامی بفرمایید جان عزیز ما گوری بود که خوب آمدن امریکا با افغانستان بار رفتن شد
یک نام ناکام بود. اینها نخواستم چیزی بسید من یاد دارم. بسیار یک سوالی بود. فیست در این سوال ما فکر میکنم جان مطلب مطلب داریست. وام ناکام نبود بلکه هم قدرت شاید خیلی های دیگر طور دیگر بیندش و هم صدق می توانه شیر فکر کنم که آمدن و رفتن و بیکای در افغانستان طبق یک برنامه بسیار بسیار هوشیارانه دوراندیشانه و با اتکاب نیروهای کافی و لازم صورت گرفتن. خب آمریکایی ها آمدن در افغانستان به یک بهانه دروغ. دروغ حرف مشهور پوتین است که میگه اینا امپراتوری دروغ است. جنگ عراق با دروغ شروع شد، جنگ لیبیا با دروغ بسیار بی‌شرمانه شروع شد، جنگ در سوریه با دروغ دامن زده شد، جنگ در افغانستان یک دروغ محض. هیچ مثلا از این موضوعات بحث نمی کنم چون بندازه کافی روشن است، بندازه کافی. یگانه کشوری را که اتفاقا میشد در بارهش این تصور داشت که در مجموع کشورهای داره پروبلما و جنجالا بودن که در عوادث 11 سپتامبر نقش نداره افغانستان. این که چیون یک بحانه برای افغانستان تراشیدن و بر پایه از یک تجاوز بسیار بزرگ برای انداختن این معنی از این نیست که یک امر تصادفی بود. امریکا یکی از مجهزترین کشورها و این اتاقهای فکر و ایجاد اندیشه است. اینا سالهای سال کار میکنند برای سناریوها و حوادثی که در آینده رخ خواهد داد یا تحریک میشه از جانب خود اینها. در مورد افغانستان من فکر میکنم که یک اقدام بسیار سنجیده شده بوده. از سنش حال افغانستان در شرایط رخ داد که آمریکا از تمام امکانات برای تبدیل کردن افغانستان به یک لابراتوار فعالیت‌های اپراتیوی و سیاسی برخوردار. هیچ گونه حریف قابل حسابی در برابرش وجود ندارد. در 2001 بازار روسیه داشت که از خواب دیرینه یک کمی میجنبید و بیدار میشد. تازه آمریکایی ها متوجه شدند که در روسیه ممکن است یک روز برایشان نیروهای ایجاد شود که جنجال دیدار. به حریف وجود نداشت در برابرش. هیچ جهت افغانستان انتخاب کردن بنابر موقعیت استراتژیکش و بنابر خصوصیت ای جنگایی که در افغانستان وجود داشت و میتونست بسیار به درد آسیای میانه بخوره. که با جواب گفتن به این سوال ممیر و به طرف سوال آقای نایقیل هم میاد در باره آسیای میانه مد نظر شد. بیتایی ها معتقد بودن همیشه و تا امروز هم بارها میگن که روسیه یک کشور عظیم است و بسیار غیر عادلانه است که در دست یک دولت قرار داشته باشه. این قدر ثروت و این قدر سرزمین. در ماه جولای گذشته در بوداپست یا پراگ یک جلسه بزرگ بین المللی از نئولیبرال تا تشکیل شد که عنوانش بود توجه بکنید دیکولونیزاسیون روسیه. اینا هنوز هم خواب چند پارچه کردن روسیه را در سر می در نتیجه روسیه یک هدف و یک به اصطلاح غربی یک تارگت و هیچگاه از این حدود بیرون نشده، همیشه یک هدف. شما میدونید که بعد سقوط اتحاد شوروی آمریکا اختیار داره عام و تام روسیه بود در دوران یلسین، عام و تام، حتی برای نگهداری یورانیوم استفاده شده پلوتونیوم روسیه آمریکایی ها تصمیم میگرفتن که در کجا و چگونه باشه. ببینید آمریکایی ها از جمله 18 تا هواپیمای توپولف 160 روسی که بزرگترین هواپیما و سریعترین هواپیمای بمب‌افکن استراتژیک دنیا بود، از 18 تا این و تیارهایی که نصیب اوکراین شده از جمله بگمانم 36 تای دوران شوروی آمریکایی ها 11 تایشان و پارچه های آهن و فلزات تبدیل کردند.
شما در وقتی که برین در یوتیوب میبینین که چه بیرحمانه ای آپایمایی را که وقتی جریان ساختمان شما شان میتر شما تعجب میکنین که از چه فنون و از چه دانش داره برای ساختن یک چون آپایمایی استفاده شده بود و آمریکایی ها 11 تایش نابود میکنن و ده تایش خب ده تا فکر کنم 8 تایش روسیه در بدل در برابر گاز به اوکراین دوباره انتقال میده و روسیه که امروز یکی از خطرات عمده آمریکا موجودیت اینمی اوپایی محس یعنی آمریکا همیشه در فکر از این بوده که چگونه روسیه را تضعیف بکنه. در جنگ چچن معرض کردم که چقدر تلاش کردم تا روسیه را به یک نحوی بشکنم. بعدش چه تلاش هایی کردن در گرجستان تا به یک نحوی روسیه را تضعیف بکنن و پایش را به یک جنگ بکشاندن که ما نتیجه شدیم. اصلا آسیای میانه پاشینه آشیل روسیه است. روسیه درست است که بعد از اون پاشی تا شوروی یک کشور جداگانه است نسبت به هر یک از این کشورهای آسیای میانه. ولی چنان پیوندهای در هم تنیده داره با هم. چنان سرنوشتی خلقا به هم پیوند خورده که با مشکل بتوان تفکیک کرد در بسا موارد این کشورها را از هم دیگر. زندگی مردمشانه، نقش زبان روسی را، اقتصادشانه و در نتیجه اون روحیه و اون هویت تاریخی را که برای مجموعه اتحاد شوروی به میان آمده بود هر یک از این کشورها تقسیم میکنه. و بعضی از این کشورها به نحو بسیار بارز حافظ از این هویت و از این ذهنیت هستند که تاجیکستان در رأس اینا قرار داره و مستقیما بلاروس در درجه اول و خب تاجیکستان و یک مقدار ازبکستان و یک مقدار هم ارمنستان در مجموع یک چنین وضعی است. آمریکایی ها میخواین از طریق از این آسیای میانه راه نفوذی پیدا بکنن برای فروپاشی روسیه. روسیه را با رانداختن جنگ اوکراین میخواستن که روسیه را فرو بپاشوند و پلانا همی برای شما قابل است لازم میبینم یادآوری بکنم که الکسی اریستوویچ که دو هفته قبل استعفا داد و یکی مشاور ارشد زلینسکی این در سال 2019 در اوکراینسکای پراودا نوشتم که ما برمال باید جنگ با روسیه بکنیم بهای این جنگ سنگین خواهد ولی در برابر روسیه فرو خواهد باشید. جالب است و در اونجا میگه که این جنگ در سال 21 یا 22 2021 یا 2022 رو خواهد داد و از جانب دیگه یک کسی به نام ریچارد نفیو این مسئول تحریم های اداره اوباما او می نویسه که روسیه فقط و فقط در اثر تحریم ها فرو پاشانده می شه و در پایی اینه می تصور بود که جنگ اوکراین زمینه مساعد ساختن. فکر می کردن که روسیه در برابر تحریم ها اقتصادش فرو می پاشه، مردم تقیان می کنن، روسیه تجزیه می شه. آقای اسمش وزیر مالی فرانسه در اولین روزهای جنگ گفت متاسفانه است دیگه چی بگویم ما اقتصاد روسیه را به زانو درخواهیم تا کنون 12,000 تحریم علیه روسیه وضع کرده یعنی این تحریم یک بازیچه نیست یک سیاستی بسیار خطرناک و وحشتناک است یعنی آخرین زور خود زدن آخرین فشارها را وارد کردن غربی ها به این ترتیب آسیای میانه در این کادر باید آسیای مدرقی آسیای میانه نقطه پاشنه آشیله روسیه است. میخواین از این طریق نفوذ پیدا بکنن. و رای نفوذ چی است؟ رای نفوذ دین، بنیادگرایی، ناسیونالیسم کور محلی و ایره در وجود طالب بود داعش که در آسیای میانه ریشه دارن میتوان جستجو کرد. از یاد نبریم دوستا و رفقای عزیز بیشتر از 10-12 سال میشه که آمریکایی ها از عراق و از سوریه داعشی ها را در شمال افغانستان انتقال میدن. یه همی پوشیده بر کسی نیست، حتی برای خانواده هایشان زمین ها دادن. این داعشی ها کی هستن؟ چند تا داعش بی سر و پای جنایتکار عربی نیست، چچینی، قفقازی، تاجیک، ازبک، اویغور چینایی و غیره هستن. اینا به روز مفقوده آماده شد ولی تنظیم از یا یک نیرو لازم است و اون نیرو
باید یک قدرت داشته باشه، امکانات داشته باشه، اتوریته داشته باشه، تصمیم گرفته بده. او طالب هاست، آمریکایی ها طالب ها را آماده ساختن برای یک چون روزی. شما شاهد خواهد بودید که یک روز جنگ در آسیای میانه از طریق افغانستان برای انداخته خواهد شد. و الا هیچ دلیل آدم نمی بینه که آمریکایی ها به ناحق طالب ها را بر سر قدرت رسانده باشه. و این هیچ عقل سلیم هم باور نمی طالب بکنه که طالب ها خودشان و زور خود به قدرت رسیدن. این اگر کسی می خواهد ادعا کنه، باید برشان بگوین برو برادر کدام آدم بسیار جاهل را پیدا کن که فایل تر بپسیده. یک چونی وضع است و طالب ها یک چونی نقشی دارن، یک نقشی که از لحاظ اتاقای فکری آمریکا یک نقشی تاریخی است، یک نقشی بسیار بزرگ است. این نقشی بزرگه فقط می دانستن به یک نیرو یک دست بنیاد گرا همین ایخن مورد به راهش، یعنی اسلامی که اینا اعلام میکنن، فقط با این نیروی می دانستن متوقف بسید. طالبا در کادر تمام امی پیش بینی ها می کنشن، این نیروی دیگری نمی دانست. شاید بعضی ها سوال بکنن کشفنی هم نوکر گوش به فرمان آمریکا بود، او چرا این کار نکنه؟ و یک حاکمیت مثل حاکمیت اشرف غنی اصلا یک چنین کاری امکان پذیر نیست، چون حاکمیت دوران اشرف غنی عملا در ماهیت خود سکولار تیمی که نام افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان، مکتایی پوشا اونجا بودن، شراب خورا اونجا بودن، نمیدانم بسیار دیگه هم داشتن صرف نظامی یکی و دیگه یک دست در چنین مواقع برای کارهای بزرگ یک حاکمیت یک دست شرط اولی است. طالب یک حاکمیت یک دست است و آمریکا هم هیچ تلاش نمی کنه برای از که این حاکمیت یک دست قسمی که روسا و ایرانیا و چینایا ادام اتفاقا دارن و یک حاکمیت فراگیر تبدیل شد. فراگیر شدن یعنی نیروی طالب پراگنده می شد. ایجی خواب و خیال از سر خود دور کنیم که آمریکایی ها اجازه بدن که طالب ها یک حاکمیت فراگیر شد. در نتیجه مبارزه در راه فراگیر شدن طالبان مبارزه برحق است، ولی واقعیت اگه ببینیم آمریکایی ها اجازه نمیدن برای خاص برحق مردم افغانستان. به این جهت طالب یک خطر عمده نه تنها برای افغانستان، نه تنها برای منطقه واسمیانه، بلکه یک خطر جهانی است. طالب میتونه با تشکیل جمع و رودرویی مثل اوکراین یک زمان باعث رودرویی قدرت های بزرگ شود. از این جهت ما طالب باید یک کادر وسیع‌تر ببینیم. بعضی ها بسیار محدود میبینند طالب یعنی کابل چند تا ریشوی بی نظم، چند تا زن اذیت میکنن، چند نفر بزرگ به نماز میبرن. اینا ما فکر خود باید آزادتر بسازیم. طالب در کادر وظایف جهانیش ببینیم و اگر این رو نبینیم پس به این نتیجه میرسیم که بله طالب خودش به زور خود به قدرت رسیده و در نتیجه دلش هر چی میخواه بکنه. و در اینجا هم باز به این مشکل برمیخوریم که شما طالب مجبور هستین با طالب سال 1996 مقایسه بکنید. این روز در تلویزیون افغانستان مردم با نکتایی میاین اخبار ارائه میکنن، خانمان لبسیدین میزنن، خانمان به سرکا بر علیه طالب ها شعار میدن. یک چونی چیزی در سال 96 یا 2000-2001 سویر یعنی طالبات تلویزیون ها را به دار ویختن، کسی دار باز کردن که دار ویختن، در آقا انداختن، طالبات کتاب خانه را آتش دادن. امروز تلویزیون ها فعال است، سینما فعال، سینما را نمیدن ولی تلویزیون ها فعال است، فیلم ها نشون داده همیشه. یک دنیای دیگه است. شما با سال قبلی دوران سلوت طالبایی را قدیم این که نقش طالبا همراده پرادر همون چیزی است که در ظاهر میبینه. این وضعی ظاهری فقط برای کسایی است که دل خود خوش میکنن و این طرف اون طرف گپای میزن و میگن که گویا تحلیل میکنن واسه از طالب. نه، طالب یک پدیده بسیار عمیق‌تر از اون چیز است در سیاست های امریکا که ماشون که ظاهرا در ظاهر دیده میشه. رولا جان عزیز، امریکا نخواستن بسازن یا نخواست؟ ما فکر میکنم نتونست، نه نخواستن به علت از این که ببینید برای پیشرفت یک کشور باید زیربناها بیاد شوار زیربناهای اقتصادی یا چی کنم فابریکای فعال ما را کلش از کار انداختن. نقش دولت در اقتصاد به صفر رسوند.
یعنی یک نوع لیبرالیسم سرگسیخته بیروح هست، بیروح که روحی که باز وجدان دو وجود دارد برای خونستان مثلا چی کن؟ انسان گرگ انسان ساختن خواهان ساختن خونستان نبودن. چرا؟ با که خونستان درست میکردن با آمدن بهتر شدن وضع اقتصادی خونستان اونجا تمدن میاید، طور اجتماعی انسان ها بالا میره. حرف مشهور است که میگه زندگی اجتماعی تعیین کننده شعور اجتماعی است، یا حرف مشهور مارکس هم. خب در چنین وضع آمریکا یا در جهت بالا بردن نقش شعور اجتماعی در افغانستان نقش بازی نمی کنند، بلکه بیشتر به طرف عقب گرایی می کنند. مثال زندگیش دیدم دیگه، طالبان رو آوردن تا جامعه فقرا ببرن تا سیاست های خود خوبتر نتوانستن به نظر میچ مطرد. جناب یوسفی گفتن از سلیقه ها و فعالیت های داود خان نتوان گفتن که شناخته شدن خط مرزی چه نفع را برای امریکا داشت. معادله بسیار ساده بود، پاکستان متحد طبیعی دوران متحد طبیعی و اون متحد بسیار بنافش بسیار بخاطر از اینکه دوران هندوستان یکی از اون اهداف عمده آمریکا. هندوستان بعد از آزادی زمامداری خانواده نهرو و خانواده نهرو که اندیرا گاندی و پسرش و با خصوص دوران زمامداری خود نهرو، جامعه هندوستان از لحاظ روانی چنان اختلاعی را پشت سر گذاشت که بی سابقه. سیاست های نهرو ما فکر میکنم که اگر سیاست مدارای دنیا میخواهند که واقعا نقش بزرگ در تاریخ از خود به جای بگذارند، یکی از بزرگترین نمونه ها شخص نهرو است. هندوستان این در آشی عرض کرد، هندوستان یکی از اهداف برای امریکا واقعا. پاکستان افغانستان که اون زمان میشه گفت به یک نحوه امریکایی ها در برابر روسیه تا تبدیل شوروی تا تبدیل شدنش با وسیله خودش یک نحوه شاید حایل فکر میکرد و از این جهت تمام اشغالاتش با پاکستان بود تا با افغانستان بنام و شرط گذاشته از همه چیز. پاکستان عضو پیمان سنتو بود و در این پیمان ها شما میدانیم که از خود شرایط داره. امروز در پیمان ناتو چرا مشکل ایجاد کرده برای همه؟ میگه که اگر یکی از ماده پنج ناتو میگه که اگر یکی از کشورهای عضو ناتو مورد حمله قرار گیره تمام ناتو وارد جنگ میشه. یک چنین پیوند در زمان سنتو هم بوده و آمریکایی ها هوشیاری کامل دارن که از یک چنین چیزهایی را مطرح میسازن. خب بنابراین مسئله منفعت در قسمت فقط موجگیری به نفع پاکستان و پاکستان به قیمتی میخواست به خود داشته باشه. رفیق صابری عزیز ما درباره نقش روشنفکران در برابر سیاست خود امریکا چه خواهد؟ بسیار یک بحث پیچیده و بحران طولانی و بسیار انجام است. رفیق صابری عزیز، روشنفکرای افغانستان اولی که باید خود تعریف کنه، اولی که باید بحث روشنفکر برخورد کنه و دیگر اون وظایف را که در برابر روشنفکران قرار داره درک بکنه. متاسفانه آوار جنگ، آوار سکوت، آوار شکست ما چنان سنگین بوده که روشنفکرها در مجموع شاید اگر کنار بذاریم روشنفکرهای چپ و خصوص اعضای ما چنان در زیر آوار گنگس و گل شدن که تا کنون هم از این خواب بیدار نشدن. یک روشنفکرهای ما امروز به عوض طرح مسائل اساسی و کلی چنان در مسائل کوچک سلیقوی و طرفداری های کودکانه غرق شدن که مسائل اساسی اصلا مطرح نشدن. ببینید بیشتر از خب 30 سال گذشت، از 30 سال پورا گذشت از حکومت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان. ما تا امروز نتانستیم که یک خط واحد سیاسی رو ترسیم بکنیم، ما نتانستیم که یک سازمان واحد رزمنده بر پایه و اندیشه های سابق ایجاد بکنیم. تلاش های متفاوت از جانب بخش های مختلف صورت گرفت ولی به هیچ نتیجه نرسید. بنابراین بحث روشنفکران افغانستان بسیار یک بحث پیچیده و عمده است و اجازه میخوایم در اینجا عرض کنم که اصطلاح مشهور است که آنچه در دیگ از در کاسه بیرون میشه
روشنفکرهای افغانستان، ما روشنفکرهای افغانستان، ما خود ما زاده امو جامعه هستی با امو عقب ماندگیش، با امو سلیقه ها و ذوق ها و برداشت ها و تصوراتش. در نتیجه ما با پیمانه عقب ماندگی کشور خود عقب مانده هستیم. امروز نیروها، امروز پروبلم هایی که در برابر ما قرار داره، پروبلم های جهانی است، پروبلم های دوران مدرن است، ولی ما هم در گذشته های خود هستیم. متاسفانه روشن فکران ما بیشتر از اینکه در فکر رایخلای بزرگ باشند، در فکر تصفیه حساب های کوچک هستند. امیدوار هستم که روز ما بتانیم به این حساب های کوچک غلبه کنیم. آنچه دیروز گذشت، هیچ نیروی نمیتونه ادعا بکنه که برحق بود. هر نیروی حق من در جدیان احمد خان یک اشتباه میکنه. یعنی مشهور بزرگ، یکی از بزرگای ماسلینی میگه کسی که کار میکنه اشتباه هم میکنه. کسایی که در غندی خیلی شیشتن هیچ گونه اشتباهی نمیکنه. هیچ کس انتقادش نمیکنه. بنابراین کل ما دارای معایب هستیم. نقایص داشتیم. ما باید با سیصد، با خلوص نیت و با گذشت بردباری در برابر از این مسائل مطرح کنیم. برای ما مسئله عمده ایست که فیصله کنیم که با ما بوده دیگران همیشه با جانب نیستند. این یک برخورد عقلانی نیست، یک برخورد عاطفی کودکانه و ناشی از عقب ماندگی اجتماعی نیست. اونان رفیق صابری عزیز، به نظر من این بحث ما باید در مقیاس وسیع اگر بتانیم راه بندازیم در بین روشنفکران افغانستان که نقش روشنفکران در شرایط کنونی چی است، ما میتانیم به بسیاری از معضلات بعدی خود فائق بیاییم. ولی خب متاسفانه تا کنون چنین زمینه مهیا نشد و من خوشحال هستم که ما شما آشنایی متقابل کم داریم. من خوشحال هستم که شما از جمله این کسایی هستیم که نه تنها این سوال را که دیگه کردیم که روشن فکران در ورای سلیقه های کوچک و فردی خود برند به طرف برداشت اقلانی تر از وظایف در برابر ما قرار دارد. با تشکر من میکنم از سوالتان. جناب همایون پشتون وردک بسیار صحبت خوبی کردن، بسیار وسیع نشاندهنده عزیز که وضعیت امروزی دنیا را خیلی خیلی بهتر از من میدانند، شاید در بیشتر از خیلی از دیگرهای ما و ما شندان حرف زیاده در مورد صحبت های ایشان ندارم چیزی که قسمت اعظم صحبت های ایشان تایید میکنم. من ولی که سیایی چه وسائل بر بی نظم سازی و جنگ های داخلی داره حرف روشن است و مثال زنده شما در وجود پروژه عظیم منطقه سیایی در وجود طالبان میبین که ای به افغانستان خلاصه نمیشه بلکه مجموع آسیای میانه را در بر بگیره. یعنی جان رفیقی های ما که عضو همین بورد مشورتی ماست، ما هر یک نظریات خود ابراز میکنیم و همیشه فرصت کافی برای صحبت های همدیگر داریم. در این مورد من تبصره نمیکنم و همیشه صحبت های رفیقی ها را با بسیار عشق و علاقه میشه. جناب نایب خیل صحبت های داشتن که من لذت بردم واقع در هر مورد. من میخوایم فقط خلاصه درباره سوالشون که طالبان چه خطر شیمیانه و چین و را داره، من فکر میکنم جواب سوالشون یک مقدار گفتم و این خطر یکی از بزرگترین خطرات است که منطقه ما را تهدید میکنه، شاید بیشتر از اون چه که در سوریه گذشت، در عراق گذشت، آنچه را که به اصطلاح امریکایی ها برای آسیای میانه پختن چنان داخل که نه تنها دیگر ها بلکه حلق طالبان را هم خواهد سوختان. این بود درای اسم در مورد سوالایی کردن از اینکه اگر من نتانسته باشم به طور جامعه و خوب سوالا رو جواب داشت نتان منظرت من رو بپذیرین و تشکر میکنم از تجه و توجه و گذشت و اصلیت هم برای شنیدن پرگویی های جناب کشمند گرامی. با تفصیل جواب دادین، بسیار قشنگ جواب دادین. فکر میکنم که سوال بی پاسخ نماند و از شما یک دنیا تشکر. مثل همیشه صحبت های بسیار عالی و ارزنده دارین.
آل آخرین سخن برای جناب محسنزاده گرانقدر میتوم که اینا آخرین صحبت ها را بکنه. با صحبتشان برنامه امروزی را به پایان میرسانیم. محسن بله. خب درست. ما قبل از اینکه از محسنزاده گرامی بخوایم صحبت بکنن، از همکار نهایت عزیز ضیای عزیز گران ارش میخوایم که تبصره خود بکنن در این مورد. بفرمایید. از میکنم شکر از صحبت من پیش از دونیم صاحب محبت مشهوری رو بکنش گوش کردم و عدس ما از شراب دهی مردم این صاحب بودی به بحث بکنم که امریکا از افغانستان چه میخواید مثل نقش آمریکا امروز در جهان چی است و کجا میره؟ متاسفانه در صحبت های امشب کدام جواب ما از این سوال نگرفت. امروز یک چیز جالب در فیسبوک خواندم، یک آدم نشته کرده بود که امی اوزگاه زلزله را کسی پیشبینی کرده نمیتونه و در اینجا معلوم میشه که حکمت خداوند در کجا است و خداوند چقدر عظمت داره که تنها او میفهمه که زلزله چه وقت رخ میده. و یکی دیگه هم نشته کرده بود که سبحان الله. فکر میکنم که پیش ما آمریکا و در مجموع امپریالیسم یک قدرت وجود داره که مثل یک گاو شاخدار که در قدیم فکر میکردن که یک گاو وجود داره که با شاخ خود زمین میزنه و زمین میلرزه زلزله میشه. و این فکر میکنه که ما درک ما از آمریکا ایرامتر یک چیز خلاصه میشه. آمریکا سیاست ها داره در مابین دنیا، داره مابین افغانستان، یک جمهوری میسازه با پشتش دلش میزنه، چند روز بعد باز طالب میاره و چند روز بعد یکی دیگر میاره و به می ترتیب در جهان جنگ های رو دایر میکنه و در عراق و سوریه و لیبیا و اینا و نیجاپا. ولی معلوم نیست بر چی این کار رو میکنه اصلا. هدف چی است؟ یک سوال پیش ما خلق میشه در اینجا که ما اگر بتانیم در داخل خود جامعه آمریکا بریم و در اونجا ببینیم که این جامعه چطور زندگی میکنن، از چی نان میخورن، از کجا تنفس میکنن و اقتصادش و سیاستش از کجا نشأت میکنن و کجا ساخته میشه اصلا. در اینجا یک رقم ما پیدا کردم که از سال 2001 تا 2017 آمریکا 12,000 میلیارد دلار در جنگ های افغانستان، عراق، سوریه و غیره مصرف کرده. از مجموع این 12,000 میلیارد دلار تنها 2.8% مجموع ثروت های ملی آمریکا را تشکیل میده. و ساختمان بسیار بزرگ یا مجموعه بزرگی که در مابین امریکا وجود داره، تمام اقتصاد آمریکا و سیاست آمریکا را از جنگ جهانی اول تا امروز به چرخش میاره. اونمو مجموعه بزرگ کمپلکس صنایع نظامی آمریکا است. در تمام جنگ هایی که در مابین دنیا به وقوع پیوسته، این صنایع نظامی آمریکا در اقتصاد آمریکا، در پیشرفت
صنایع در پیشرفت تمام تحقیقات علمی و تکنیکی که در آمریکا به وجود آمده مدیون اینمی کمپلکس نظامی آمریکا است. و این کمپلکس نظامی آمریکا مثل یک دیو عظیم الجثه است که با میلیاردها دلار ضرورت داره امثال که ببلعه تا بتانه که زنده بمانه. تمام اقتصاد امریکا، تمام سیاست امریکا، تمام زندگی جامعه امریکا بر سر اینمی دستگاه نظامی و صنایع نظامی آمریکا میچرخد. و از طرف دیگر برای چلاندن از این صنایع نظامی یکی خود صنعتگرای نظامی آمریکاست و یکی قلف نظامی آمریکاست و دیگر مشتریان سیاسی از این تصامیم و برنامه های صنایع نظامی آمریکاست. و یک چیز را که میتونه که تا حدود بر ما شاید که جواب بده این نوسانات که در مابین سیاست امریکا و صورت مثال در قبال افغانستان در طول از این سال رخ میده، شاید ما بتانیم که یک چیز را طرح بکنیم که از لحاظ سطحی در سیاست امریکا بنابرای که گاهی دموکرات ها گاهی لیبرال های را قدرت میگیرن و یک سلسل نوسانات در اینجا به وجود میاد. از طرف دیگر در آمریکا یک نوع دموکراسی وجود داره و یک سیستم سیاسی وجود داره که درست است که به منفعت صنایع نظامی کار میکنه، ولی مکلفیت دیگر هم داره که تمام جامعه آمریکا را هم حفاظت بکنه و از طرف دیگر این ژمونی سیاسی جهانی آمریکا رو به همیشه باید این تامین بکنه و تنظیم بکنه. نوساناتی که ما میبینیم در مبین سیاست های آمریکا اینمی گردش و چرخش و دست به دست دادن سیاست بین تا حدود زیاد بین راست و چپ یا اینکه یا دموکرات ها و راست های لیبرال آمریکا هست، جمهوری خواه ها. و مثلا اگر ما اقدام بوش در آمدن به افغانستان یک مبدأ بگیریم، ببینیم که وقتی که اوباما رئیس جمهور آمریکا میشه اولین کار است ایست که باید بلدنه که باعث فشار تاورها در آمریکا شده بود و آمریکا و بود تصمیم گرفت که انتقام قربانی های تاورها را از بلندن بکشه، اوباما یک پروگرام را برای انداخت که ما بلندن را باید گیر بکنیم و از بین ببریم و انتقام آمریکا را بگیریم. روزی که بلندن را گرفتن و به حساب یک جسد را در بین بحر انداختن و گفتن که ما بلندن را از بین بردیم، اوباما اعلان کرد که ما انتقام گرفتیم، جنگ ما در افغانستان تمام است. از اون روز به بعد هم دموکرات های امریکا و هم خدمات از این چیزن که چطور ما بتانیم که از مابین افغانستان بیرون بریم. و این که امروز چرا طالب ها را در مابین افغانستان مسلط ساختن و یک نظام جمهوری که 3,000 میلیارد دلار سر از اون مصرف کرده بودن قربانی دادن، دلیل از چی بودن؟ ما میتونیم که فقط از این لحاظ بازار اقتصادی نفوذیان اقتصادی بر صنایع امریکا و بر سیاست امریکا و بر اقتصاد مجموعی امریکا سنجش بکنیم. جنگ را که پول میاره بر صنایع نظامی آمریکا، جنگ را که ثروت میاره بر نظام صنایع نظامی آمریکا، این جنگ ادامه میتن. روزی که دیگه منفعت و ثروت ناورد، این جنگ خاتمه پیدا میکنه و این را باید ما درک بکنیم که در افغانستان ای که طالب حکومت میکنه یا جمهوری حکومت میکنه یا چین و چنان حکومت میکنه، بر آمریکا سر موی هم ارزش نداره.
دیروز بایدن در بیانیه خود گفت که جنگ اوکراین یک نعمت بزرگی است که توسط از ما توانستیم که پیمان شمال اروپا یا ناتو یا ناتو را دوباره ما احیا بکنیم. ما شاهد هستیم که 2 سال پیش چند ماه قبل از شروع جنگ اوکراین رئیس جمهور فرانسه با آلمان ها دارهای پیوسته داشتند و اینا طرح کرده بودند که ما چون که ناتو دیگر تضعیف شده و موقعیت خود در جنگ های افغانستان از دست داده و یک دستگاه ناکام بود، ما در اروپا باید یک سیستم دفاعی مشترک اروپایی رو به وجود بیاره. و دیروز رئیس جمهور آمریکا میگه که از برکت جنگ اوکراین ما تانستیم که این پیمان اتلانتیک شمالی را دوباره احیا بکنیم. و امروز تمام کشورهای اروپا من جمله آمریکا تمام استاکهای طلاهای کونیف را نقل میکنن به طرف اوکراین. حتی دیروز یک مباحثه در ماین بین فرانسه وجود داشت که فرانسه دو نوع تیاره داره، تیاره نظامی جنگی داره، یکی میراج بود که تیاره های مدل سابقیش است که در استوکاشان مانده و یکی تیاره نو که ساختن به نام غفل نام دارن و زمزمه میشه که تمام استوکای تیاره های میراج که امروز دیگه بدن نمیخوره و دیگه فروش نداره در مابین دنیا روان کنن به طرف اوکراین. تمام تانک ها، تمام های فرانسوی و آلمانی و همچنان حتی برخی کشورهای امارات عربی مثل کویت یک تعداد تانک های اونه از آلمان خریده بود، حاضر است که تانک ها رو روان بکنه به اوکراین. یعنی که از برکت جنگ اوکراین تا که کونه سلاحای تمام آمریکا با خالی میشه و به عوضش سلاحای نو میه. این جنگ ها یک بهترین نعمت بزرگترین درآمد برای و بزرگترین حرکت برای بچرخ آوردن صنایع نظامی آمریکا و در پشتش صنایع نظامی کشورهای غربی است. تشکر از توجه شما. تشکر جناب عزیز گرانقدر از تکمیلات و صحبت های بسیار عالی تان که جنبه های مختلفه و بخصوص هدف اصلی جنگ ها یا بگم سودی که جنگ ها برای کشورهای مقتدر دنیا به بار میاره او را برملا ساختین. بسیار زیاد تشکر. باز هم از ببخشین محسن زاده گران قدر که چند بار از شما خواهش میشه و به تعویق مفته. ما امیدوار هستم که این بار آخر باشه که ما بگویم و با صحبت شما و این برنامه امشب به پایان میرسانیم. محسن زاده گرامی بفرمایید. محسن زاده گرامی میکروفونتان قطع است، هم برو باز کنید. محسن زاده گرامی میکروفونتان بسته است، ما صدایتان را نداریم. بخرم فکر می کنم که محسن زاده گرامی مشکل تکنیکی داشته باشه، میکروفونشان بسته است. اجازه می که
مهربانی مهربانی تاسو مهربانی ما هم دغه مثلا ته اشاره وکړله هم چې وړاندې کړل ریفرنسونه هم وړاندې دا یوه مشوره زما درته وه او بل شمنت صاحب چې د طالبانو په اړه کوم خبره وکړه چې ته تحلیل ما ته ډېر زیات دمان ورته خو زه یو بل تحلیل لرم د طالبانو واکمنولو په اړه سوال دی انتنه ورمانه وچنا تحلیل دا به چې پنټاګون طالبان وروستي دي پنټاګون چې کوم کنټراکټ په پاتې کې چې امریکا چې امریکا لري دا د دې چې امریکا دا او د پام چې امریکا لري دا به موږ پرانا کې او د چې کوم توه هڅه لاره چې به هیڅ نه کوم توه هڅه لاره چې موږ لا هغه د ګورم چې پنټاګون طالبان چې وخت راته وستی دي نو وی د طالبانو نه پاکستان نه منځنۍ اسیا ته سفر پیل کوي نه ځان هغه راوستی چې د طالب تاسو وګورئ د مدرسو ته چې لاړ شي د هفانیا مدرسه او نورو مدرسو پاکستان د ټولو مدرسه خپله د مدرسې مشران او د مدرسې کارکوونکي چې دي دوی انتخاب نه کوي اولادونه او ښځې لیکن دغه مدرسه داسې یو چاپېریال دی چې په دو کې دوی انتحاریان ځوانان راپورته کوي چې انتحاري ته یې راوړي دغه د طالبانو راوستله عین همغه پالیسي ده دوی غواړي چې طالبان داسې تضعیف کړي داسې جوړ کړي چې دوی پنځه ټوټې شي یوه ټوټه په کابل کې وي چې هغه د خپلو ثروتونو پیسو شهوتونو پالنو او د خپلو سرمایو لپاره د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي د رسمیت غوښتونکي وي نرمښت او بله ډله یې چې تاسو وګورئ په ولایتو کې حاکمه کړې هغه ډېر څه هغوی د دغو کارو ته کوپر وایي تعلیم یې بند کړی او د دوی تر منځ ټکر درېیمه ډله رامنځته کوي چې هغوی دغه د داعشو یا القاعدینو د نورو مخالفو ډلو لپاره بته جو پنځمه ډله یې تاسو وګورئ څه پاتې پاکې تیار ساتلي دي او پنځمه ډله هغه ده چې په دوو څلورو ډلو کې نه ځایېږي هغه داعش او القاعدینو نورو ډلو ته ورته او ما غوښتل چې یو تصحیح هم وکړم چې شمال ته په اشاره ورکړم اصلا دوی داعش او القاعده عراق د سکرین نه دي راوستي هغو پورې تړون کړی اصلا د داعش روزنه د ورکړي کوزه پښتونخوا شابان پېښور شمال لودین ته په ورکړیو کې دغه ټرېنین پیل شو دا پروژه خپله د پنټاګون وه او په دو کې ډېر هغه وخت کې دغه مشر رحمتالله نبیل و او ولسمشر پرزک و دا پروژه د ایس ایس په ګډه مخه وړله دا د رحمتالله نبیل د خولې خبره ده چې موږ بد پیر په بد مذهب بود بد پیر په بد مذهب بود دوی غوښتل چې دا د طالبانو په ضد شي خو هغه دوی خبر نه و چې دوی په ضد د هر چا په ضد شو نو دغه طالبان دوی غواړي پنټاګون غواړي د ایس آی په مټ باندې پنځه ټوټې کړي یوه ټوټه یې داعش او طالب نه غواړم داعش او القاعده او مخالفین شي که هغه ډله عین لکه عراق او لیبیا او نورو هېوادونو کې د طالب نه خپلواک عمل وکړی شي چې طالب د هغو د وهلو زور ونه لري او طالب د هغو د مختار کولو زور ونه لري هغوی د ایس آی په مټ باندې او دغه نورزي چې د مخدره موادو مشر دی د مخدره موادو په مټ باندې لکه طالب چې په مخدره موادو باندې روزل کېدو همدغسې داعش هم په مخدره موادو د شمال بدخشان یا کیدی شي کنړ یا کیدی شي بند کیدی شي مزار کې هېڅ مخدره موادو رایج یا په نورو ځای کې شي تر څو دوی وده وکړي هم منځنۍ اسیا ته لاره خپله کړي ځکه د مخدره موادو لیکه اوس د طالب د لاسه اخیستل شوې ده مرزه یې راوستلو دا د مخدره موادو قاچاق چې ما صاحب ډېر اسناد شته دي د دو شمال خواته روان دي
فرغانه ولی که در سخت و چاوری دو حالات راغل ایلی تصویلیت کمود تو که بگوری چه ازبکستان و تاجیکستان که در قدر داعش و ریال قایدی در خلوات تو گره در طالب در بحر طالب زیگه در پار بچی دیگه و در دول سر اوگوی آلتا اوگوی امنا قرار کری آلو یعنی کاف زد و اروپا زد جهاد ایلان امکنه ترچو در پنتاگون در وصله استعمال تلا رحا بعد از ما یو تحلیل دی تاسی سر صالفات نشته یعنی در تاسو لپاره زد او را اندیکام تاسی سوچ پیو بکلی جایا این این دو پا پروژه نم کار بود یعنی بل این مطلع چی ده دی اوکراین مسئله بل کل پنتاگون دی همگی دی پاره او پاره او را ترسو دی دوی وصله ها کسر سی شی وصله استعمال شی شورویت ها توجه کول لپاره دی روسیه توجه کول لپاره کدی و کولی شی تا کار بکلی لیکن روسانو هغه پروژه چې پنټاګون په افغانستان کې عملي کړې وه د خپلو وسلو لپاره یې تکراري غوښتې مان دا پروژه په بل ډول عملي کړې د روسانو د انډسټریل ملټري انډسټریل کمپلکس چې د وسلو جوړولو کمپنۍ خپلو روسانو تاسو وګورئ جګړه ولې نه ګټي ولې خپلې وسلې نه استعمالوي ولې پوتین د اوکراینو صدراعظم ته ضمانت ورکوي چې دوی به ولې د ستر راکټونه یو په اوکراین په مرکز باندې د استعمال اوکراین باندې وي دې دلیل د روسانو دا دی چې دوی غواړي په دغه جګړه همدغسې چې امریکایانو خپلې وسلې وازمېلې ګټه یې ترې وکړله خپلې وسلې یې اپګرېډ کړلې د افغانانو په ککرې د ایراقیانو او د سوریانو په ککرې روسان غواړي چې خپلې وسلې هم تازه کړي هم نوي کړي هم د امریکا د وسلو په سر پر ټیکنالوژي ګریډ کې یو سره وازمي ته غوړې به تر کړی بیا هغه وخت او دوی دا کوم تعلیم دی چې ده شغله بیا کې دی چې هغه نه کوسته یو چین پر په ګډه نو ته د دې وړې کړی او د امریکانو د حکومت په واسه کې واخلي مننه نایخیل صاحب د کټ تحلیل نام بیا هم په ځینو اړخو وغږېدلی چې ډېر موږ ته جالب و. امیدوارم چې دغه بحثو ته ادامه ورکړو. اوس بیا هم ګران او معزز محسن زاده صاحب نه ته بلنه ورکوم چې خپل مایکروفون چالان کی او د دوی په خبرو سره به دغه پروګرام هم پای ته ورسیږي. محسن زاده صاحب تاسو مهرباني. راه های خیلی بیشتر از راه کرده می دانیم. ما بیشتر گراهن چار نقطه می خواهدم به صورت معجز سره کنم. اول پدی افغانستان نوشه اوکان پدیر نیم وکن پیل از پیل دیگری مطالبه نمی دانیم ما فرمول بندی کنیم. اما یک چیزه دانشمندان در سطح جهان گفتن قضایای افغانستان یعنی آمدن صلح و آلت نورمال در افغانستان ملتزم سمگیری منطقه است. یعنی بدون منطقه از افغانستان حل نمیشه. مثلا دوم موضوع خود طالبا هست. در رابطه با طالبا هر طرح که صحبت کنیم کم است. ما آمدن طالبا پناه به تصمیم گیری ایالات متحده امریکا وابسته نبودم. بلکه پیش از آمدن طالبا به رأس قدرت یک نوع توافق در منطقه ما در رسیدن طالبا وجود داشته. مثلا رابطه طالبا با چین، با روسیه، با ایران، یعنی در مجموع که میبینیم با یک تعداد زیاد از کشورها، یعنی یک نوع ائتلاف وجود داشته. یکی این اطلاف چیگونه رشد میکنن؟ چیگونه پایدار است؟ چقدر مستحکم است؟ این مربوط میشه به انکشاف اوضاع که دشمن گرامی در رابطه بسیار معلومات دقیق دادن.
مسئله دوم مسئله بسیار اساسی است که از افغانستان بدون رویدادهای جهانی، بدون سیاست جهانی، بدون انکشافات جهانی قابل درک و قابل حل نیست. و خصوص که ما می لحظه در یک نقطه عطف قرار داریم. نقطه عطف گذار از سیستم یک قطبی نظم جهانی به سیستم چند قطبی. و ما در اینجا می بینیم که ایالات متحده امریکا با وجود عمل دندان سایه های خود با هم خشونت خود بازم در رو حالت قرار نداره که در برابر کشورها یا بگویم اکثریت نفوذ زمین ما بسلا پایداری کنه. همین جنگ اوکراین به خوبی نشان میده که الان یک بخش اعظم جهان از دساتیر و احکام ایالات متحده امریکا و ناتو سر باز میزنه و اتفاقا کشورهای بزرگ آسیا در این ردیف قرار دارن. چین، هندوستان، روسیه، ایران، اینا کشورهای بسیار مهم آسیا هستند. بنان چی بخواهیم چی نخواهیم، این تغییر آمدنی هست، یعنی نظم چند قطبی به نظم جهانی مبدل میشه. در اون صورت ایالات متحده امریکا موضع‌گیری یا بگوی موقف کنونی خواهد با یقین که تدریجاً آهسته آهسته از دست میده. در نقطه آخر که میخواستم تنها یک اشاره کوچک داشته باشم و این که ظاهرا نیتوان بود میشه که گویا تمام کشورهای ناتو در رابطه با جنگ اوکراین با هم اتفاق دارند و عمل مشترک انجام میدن. اما واقعیت امریکی از کاملا چیز دیگه هست. مردمای اروپایی متوجه قضیه میشن، اینا با جنگ مخالفت دارن. در درون کشورهای سرمایه‌داری اروپای غرب یا به خصوص اروپا و اروپای غرب ما به صراحت میبینیم که یک نوع جنبش اعتراضی در حال شکل گرفتن است و به خصوص سیاستمدارای غرب هم به این نقطه متوجه هستند که پیروی از دیکتات ایالات متحده امریکا در ادامه دادن جنگ اوکراین این به ضرر اقتصادی، به ضرر سیاسی و به خصوص به ضرر منافع دان است. به طور مثال اروپا در همکاری با روسیه میتانست واقعا خود نجات بده. یعنی ما هم متوجه هستیم که در جهان ما مراکز قدرت از نگاه جغرافی تغییر میکنند و اروپا تا جایی که دیده میشد در مقایسه با کشورهای عوضی بعد الکاهل یا پاسیفیک در واقع هم در ضرر استراتژی قرار دارد و در این هم اینا از منافع خود دفاع میکند. چی خواهی چی نخواهی مدوم این جنگ به شکلی که تبارز داده میشه امکان پذیر نخواهد بود. اما یه دقیقه که صنایع نظامی صنعتی از این بهره گیری میکنند. به رابطه با اظهارات دوست عزیز ما زیاد جان عزیز باید عرض کنم که ضرور نیست که ما به ایالات متحده امریکا بریم و ببینیم و اینا چی میکنن، چی زندگی میکنن و چطور هستن. واقعا میرید که امپراتوری ها رو پاشیده میشن و ایالات متحده امریکا یک امپراتوری هست. چی بخواهیم چی نخواهیم از درون فرو پاشی ازی آغاز شدن و روپاشی از این تنها جهت نظامی ندارد، جهت سیاسی ندارد، بلکه عوامل بسیار متعدد از جمله عوامل دموگرافیک، عوامل اتنیکی، عوامل تفاوت هایی که در منافع وجود داره، اینا همه باعث میشه که بالاخره امریکا این سیادت خود از دست بده. به هر صورت دوست عزیز امیدوار هستم که صحبت های ما در آینده ادامه پیدا می کنم. ما بار دیگر از کشمند گرامی، از تمام عزیزانی که در این بحث ما صمیمانه سهم گرفتن و با نظریات بسیار ارزشمند خود صحبت ما را غنا بخشیدن سپاس می کنم و به هم عزیزان شب خوش آرزو می کنم. یک جهانی تشکر از توجه و لطفی که کردین. خداحافظ. شب همه عزیزا خوش. تشکر. خوش.